با کسب اجازه از آقای دکتر راجعلی گل دبیر محترم بنیاد و بقیه اعضای بنیاد دماوند سپاسگزار از حضورتون هستم. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. بار دیگه فرشته دیگه از آسمان ایران آرمیتای زیبا به دلیل پافشاری بر ابتدایی ترین حق انسانی خودش که همانا حق انتخاب پوشش بوده ناجوانمردانه به خاک کشیده شد. ولی پسران و دختران زیبای ایرانی شجاعانه در راه رسیدن به حقوق انسانی خودشون همواره پافشاری می کنند. هر شب ستاره‌ای به زمین میکشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. از سوی دیگه در گوشه گوشه این جهان پرتلاطم شاهد اتفاقات ناگوار هستیم. هنرمند برجسته ایرانی سلاخی میشه، مردان و زنان و کودکان بیگناه اسرائیلی و فلسطینی در آتش یک جنگ ناعادلانه قربانی میشن. به قول عرفی، ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد، من ابلهانه گریزم در آبگینه حساب. عجب که نشکنم این کارگاه مینایی که شیشه خالی و من در لجاجتم ز خمار. به پاس آرمیتا و دخترکان زیبای ایرانی و قربانیان بیگناه نزاع در خاورمیانه سپاسگزاری می کنم اگر دوستان 30 ثانیه سکوت بکنند. سپاسگزارم. زندگی نام نویسی بازگویی ویژگی های انحصاری افرادی است که دارای اعتبار سیاسی، تاریخی، ادبی و یا اهمیت جامعه شناسی هستند. از معمای شاه تا نگاهی به شاه، از معمای هویدا پوزش میخوام تا نگاهی به شاه و سی چهره، آقای دکتر عباس میلانی از برجسته ترین چهره های پژوهشگر و مورخ در ایران معاصر هستند که ما امروز در بنیاد دماوند افتخار داریم که در خدمتشون هستیم، که در زمینه زندگی نامنویسی در ایران، مقایسه اون با کشورهای اروپایی و آغاز زندگی نامنویسی مدرن در قرن 19 و اثرات اون بر رشد شروع و رشد تجدد در ایران صحبت بکنن. از طرف بنیاد دماوند صمیمانه سپاسگزاریم که آقای دکتر میلانی وقت خودشون رو در اختیار ما گذاشتن و از بقیه دوستان هم سپاسگزاریم که بعد از ظهر یک شنبه خودشون رو به ما اختصاص دادن که در خدمت آقای دکتر میلانی باشیم. بر طبق روال معمول بنیاد دماوند ما چیزی نزدیک به 55 دقیقه تا 1 ساعت در خدمت آقای دکتر میلانی خواهیم بود. البته در بعد از صحبت من، آقای دکتر لطفعلیان آقای دکتر میلانی رو یک معرفی خیلی مختصر خواهند کرد، بعدش بدون وقفه در خدمت آقای دکتر میلانی خواهیم بود و بعد از صحبت ایشون بعد از 2-3 دقیقه وقفه طبق معمول بخش پرسش و پاسخ را خواهیم داشت که به طور معمول تا ساعت حدود 6 به وقت شرق امریکا ادامه خواهد داشت. ضمن سپاسگزاری مجدد، آقای دکتر لطفعلیان، ما در خدمت شما هستیم. درودهای گرم خودم و بنیاد فرهنگی دماوند رو خدمت سخنران گرامی امروز ما دکتر عباس میلانی تقدیم می کنم و به همه
دوستانی که امروز به جمع ما پیوستند سلام میکنم و خواستار تندرستی و برپایی همگی هستم. برای ما جای نهایت خرسندی است که امروز مهمان برنامه سخنرانی دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد بر رئیس بخش مطالعات ایرانی دانشگاه و پژوهشگر اندیشکده هوور هستیم. دکتر میلانی در نهایت فروتنی فقط یک سطر به عنوان زندگی نامه خودشون فرستادن، ولی گمان نمی کنم که این جمع با شنیدن اون یک سطر با توجه به فعالیت های گسترده و برجسته دکتر میلانی در زمینه تألیف و تحقیق راضی بکنن. این است که من با اجازه ایشون یک به طور فشرده اشاره میکنم به نکات اصلی مسیر دانشگاهی، تحصیلات ایشون و مراحل بعدی تا به امروز. دکتر میلانی هنگامی که 16 ساله بود برای تحصیلات به امریکا آمد و در دبیرستانی در ناحیه اوکلند بعد از یک سال دیپلم دبیرستان رو گرفت و از دانشگاه برکلی دانشنامه لیسانس و از دانشگاه هاوایی دانشنامه دکترا رو در زمینه حقوق سیاسی دریافت داشت. بعد از تکمیل تحصیلات دکتر میلانی به ایران بازگشت و در اونجا مدت 2 سال در دانشگاه ملی به تدریس اشتغال داشت و به کادر آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیوست و البته ایشون در مدت اقامت در ایران طعم زندان رو هم به خاطر عقاید سیاسی خودشون کشیدند و در هر حال انقلاب پیش آمد و ایشون چند سالی هم بعد از انقلاب در ایران بود و در 1987 به آمریکا بازگشت. پیش از اینکه در سال 2002 به دانشگاه استنفورد به عنوان رئیس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه بپیوندند، در دانشگاه برکلی و نورث دورنمور به تدریس اشتغال داشتن، ولی خب فعالیت های نیم ماه دکتر میلانی رو بیشتر بعد از اینکه در دانشگاه استنفورد ریاست بخش مطالعات ایرانی رو پذیرفتن میشناسیم و مهمترین تألیفات البته بیش از این هم تألیفات برجسته ای داشتن، ولی در همین مدت مشهورترین تألیفاتشون در همین مدت ارائه شد و گمان میکنم همطور که آقای الفت هم اشاره کردن دکتر میلانی که از معروفترین چهره های ایرانی در زمینه تحقیق و پژوهش های تاریخ معاصر سیاسی باشن، ولی کارهای پژوهشی دکتر میلانی فقط به این عرصه محدود نمیشه و ابعاد متعددی رو شامل میشه. من تا پیش از خواندن کتاب سر ایرانی و جوانه های تجدد که خانم دکتر زندیان در ماه ژوئن سخنران ما بودن واقعا به این همه این ابعاد پی نبرده بودم و بعد و به ویژه از دلبستگی بسیار
نزدیک و یعنی این مخواستم بگم شدید، ولی اینجا واژه مناسبی نیست. دلبستگی صمیمانه و قلبی ایشون به فرهنگ و ادبیات ایران و مطالعات گستردهشون در همین زمینه در اون کتاب پی بردم و مراتب تحسین من نسبت به کارهای پژوهشی و نگارشی ایشون افزایش پیدا کرد. دکتر میلانی، تعلیفات دکتر میلانی خب فهرست بلند بالایی رو تشکیل میده که معروفترین اونها معمای هویدا و نگاهی به شاه هست که گمان کنم بیشتر ایرانیانی که علاقمند به مطالعه در این زمینه ها باشن این کتاب های بسیار برجسته و تحقیقی رو با که با سبکی بسیار شیوا و جذاب نوشته شده به احتمال زیاد خوندن. ولی دکتر میلانی تعلیفات متعدد دیگری هم داره که من اینجا با توجه به این که میخواییم بیشتر بودتر رو در اختیار خود ایشون بذاریم به عنوان بعضی از مهمترین تعلیفات ایشان، ایرانیان نامدار، تجدد و تجدد ستیزی، و البته ایشون در زمینه ترجمه هم کارهای مهمی کردن و مهم یکی از بهترین ترجمه ها و معروفترینش مرشد و مارگریتا از طریق بولگاکوف نویسنده روسی است. و آخرین تألیف دکتر میلانی سی چهره نام داره که به بررسی زندگی و آثار سی چهره، سی شخصیت، سی مهم ایرانی در زمینه های تألیف و تحقیق و احتمالا سیاست پرداخت. من خودم متأسفانه هنوز این کتاب رو ندیدم، ولی مشتاقانه در صدد تهیه کتاب هستم. به هر حال من در اینجا فقط میخواستم چند خطی از کتاب دکتر جای دکتر زنبیون در این جمع به راستی خالیه. ایشون در مسافرت هستن و به من گفتن که همین امروز کمی دیرتر از این برنامه به لس آنجلس میرسن و متاسف بودن که نمیتونن در این جمع حضور داشته باشن. ولی من چند خطی از کتاب سر ایرانی و جوانهای تجدد رو برای بیشتر شناساندن دکتر میلانی خدمتتون در اینجا میخونم. دکتر عباس میلانی علوم سیاسی و اقتصادی خونده، کوشنده و زندانی سیاسی بوده، در زندان تاریخ بیهقی میخونده، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر رویدادهای اجتماعی سیاسی است. همسنگ یک رمان نویس روزآمد، رمان فارسی و غیر فارسی میخواند، تماشاگر پیگیر تئاتر و فیلم جهان است و برای تبیین هر اشاره هر لحظه چند عنوان کتاب برای پیشنهاد دارد و فیلمی که نام کارگردانش را پیش از نام فیلم بر زبان میآورد. شکسپیر را چنان می شناسد و دوست می دارد که می گوید اگر قرار بود کار دیگری می کرد به شکسپیر می پرداخت. نقد ادبی می نویسد، مترجم است و ترجمه عناوینی از مهمترین کتاب های انواع ادبی گوناگون از جریان های اصلی در مارکسیست، مهمترین اثر تحقیقی لشک کولاکوفسکی تا مرشد و مارگریتا، مهمترین رمان قرن بیستم روسی را در زبان فارسی به چاپ‌های مکرر رسانده
خط و رنگ و نقاشی را خوب می شناسد و حواسش در میان جدیترین بحث‌ها و به زیبایی شناسی پیرامونش هست و بحث که به پایان برسد حتما و قطعا در این باره صحبت میکند. من صحبتم رو همین جا ختم میکنم و از جناب دکتر میرانی خواهش میکنم صحبتشون شروع کنم. خیلی متشکرم قربان از این معرفی بسیار پر مهر و پر تفصیلتون. من اگر یک دهم این خصوصیاتی که شما به من دادید داشتم الان خداحافظی میکردم، تشکر میکردم، چون از این به بعد همش رو به پایین خواهد بود. در حد اون مهری که شما به من نشون دادید قطعا من نمیتونم صحبت بکنم. صحبت در اینجا برای من بسیار مغتنمه، به خصوص به خاطر اینکه خانم دکتر زندیان از تجربه خودش در اینجا هم گفت و گفت که چقدر جمع فرهیخته است و صحبت با اون جمع چقدر بایسته است و من چون حرفایشون رو همیشه گوش میدم با اشتیاق پذیرفتم. صحبت برای من در اینجا این بار به خصوص هم سخت دشواره و هم سخت مغتنمه، برای اینکه دو دوست 50 سالم در این جمع هستن، آقای دکتر جوادی و ناخیز خانم جوادی. من اینها رو از زمانی که در برکلی دانشجو بودم و اونها خانم آقای دکتر استاد بودن و ما دانشجو بودیم میشناسم. 50 سال وقت دوستی باشون رو دارم. داریوش مهجویی که در همین روزها سلاخی شد در ایران، در همون زمان به برکلی آمد. میدونم که حسن و ناهید عزیز یادشون هست، در ایران میدیدیمشون، یعنی در یک دوره های مشترک بودیم. به همین خاطر برای من سخت مغتنم صحبت کردن در جمعی که دو دوست عزیز و فرهیخته آقای دکتر جوادی فرهنگ ایران و به ادب ایران خدمات بسیار بسیار عزیزی کردن از زمانی که استاد دانشگاه تهران بودن و بعد بقیه خدمات. گفتن من در دو دانشگاه تحصیل کردم، دانشگاه برکلی و دانشگاه هاوایی. 2-3 سال پیش دو تا دانشگاه تو ایران درست کرده بودن از این دانشگاه های تقلبی که دکترا میفروختن، یکیش اسمش دانشگاه برکلی بود، یکی دانشگاه هاوایی. و وقتی ملت به شوخی چیز میکردم گفتن تو از این دوتا در ایران، از این دانشگاهی بود که اخوندها رو انداخته بودن یه پول نقدی میگرفتن یه دکترایی به اسم دانشگاه برکلی و دانشگاه هاوایی. اصلا تقارنش یه دو جایی که من درس خوندم دو جایی بود که دیپلم دروغین میفروختن، خیلی برای من جالب بود. صحبت من همونطوری که فرمودم در مورد رابطه زندگی نامه نویسی است با مسئله تجدد. من بیشتر سعی میکنم از منظر تاریخی و نظری اول به این بپردازم و بعد به بعضی دشواری هایی که در مورد زندگی نامه نویسی در ایران آدم باش رو بروست و در این بین بعضی از تجربیات خودم در نوشتن این دو سه کتاب، هم سی چهره در واقع زندگی نامه است، هم نامداران ایران، هم معمای هویدا و هم نگاهی به شاه. الان هم چند وقتی است مشغول نوشتن زندگی نامه دیگه هستم در مورد رضا شاه و تجربیات خودم رو در این کار و دشواری هایی که هست و لذت هایی که هست در نوشتن چنین کارهایی. در حد بذات هم سعی میکنم باید مطرح کنم. زندگی نامه اصولا چون توجه به فرد داره و زندگی فرد داره و فقط هم فردهای مهم نیستن، در آغاز بیشتر فردهای مهم بودن که موضوع زندگی نامه میشن، ولی به تدریج هرچه ما به قرن 20 نزدیکتر میشیم و جایگاه فرد بیشتر قدرش دانسته میشه، دیگه لازم نیست زندگی نامه در مورد یک فرد معروف باشه. افراد زندگی افراد
غیر معروف و غیر مهم به اصطلاح هم محل توجه هستند. در 30 چهره مثلا که 2 جلدش در واقع الان میشه 60 چهره، و دلیلی هم که 30 چهره عنوانش گذاشتم برای اینکه در آغاز میخواستم بذارم 30 سیما که یادآور سیمرغ باشه و یادآور این بحث باشه که اون چی که بر ما رفته در این انقلاب نتیجه تصمیمات و سیاست ها و کارهایی است که خودمون کردیم، همش تعویل کردن به اینکه دیگران این برار بر سر ما آوردن، هم دلیلی های خود ماست و هم سستی های خود ماست که این کار کرده. درش آدم های مختلف هستن، از مادرم هست که هیچ معروفیتی نداره تا سید فخرالدین شادمان که نسبتا معروفه تا آیت الله طالقانی. یه ترکیبی است، برای اینکه فکر میکنم اگر اون ترکیب رو آدم بشناسه شاید بهتر بتونیم کمک کنیم که بفهمیم چرا بر ما اونچه که رفت رفت. پس زندگی نامه با فردگرایی در واقع ربط داره. هرچی که ما اهمیت فرد رو بیشتر بشناسیم، هرچی که فکر نکنیم تاریخ فقط زندگی اشراف و پیامبران یا سلاطینه، هرچی بیشتر بفهمونیم که زندگی روزمره آدم ها به اندازه زندگی این سلاطین مهم هستن، هرچی بیشتر بفهمیم که یک کار، یک کار نوشته، یک کار معماری، یک کار هنری ساخته ذهن و زحمت یک نفره و اسمش باید اون اسم کار باشه، اینها پدیده‌هایی هستن که با تجدد در واقع رونق میگیرن. ما قبل از تجدد داریم آثاری که اسم نویسنده هاشون رو میدونیم، ولی بسیاری از مهمترین آثاری که قبل از تجدد هست ما نویسندهشون رو نمیشناسیم، برای اینکه نویسنده به اون مقام نویسنده با تجدد میاد. و منظورم هم از تجدد عرض بکنم مقدمتا، ایشون به کتاب تجدد و تجدد ستیزی اشاره کردن، من یکی دوتا کتاب دیگه هم در مورد تجدد نوشتم و این کتاب خانم دکتر زندیان واقعا درخشانه، در اینکه موضوعش بنام به خاطر اینکه ایشون زن درخشانی است و کار درخشانه کرده، یه بحث خیلی جالبی در مورد تجدد اونجا ارائه شده. مراد از تجدد اون چیزی که در انگلیسی بهش میگیم مدرنیته، و مدرنیته یک جریان به هم پیوسته است دست کم به گمان من که سیاست رو تغییر میده، اقتصاد رو تغییر میده، رابطه انسانها رو تغییر میده، مفهوم دین رو تغییر میده، مفهوم زیبایی و زیبایی شناسی رو تغییر میده و در واقع مفهوم معرفت رو تغییر میده. یعنی اینکه دانش یعنی چی؟ گذار از وحی به عنوان منبع اصلی خرد به خرد به عنوان منبع خرد انسان، به عنوان منبع اصلی خرد، و اینکه گذار از یقین که اساس وحیه به مقطعی از تاریخ و زندگی که شک اصل کاره. یعنی انقلاب علمی به یک روایتی با دکارت شروع میشه و اولین کتاب دکارت در مورد روش علمی که سوکال ملک فروغی به فارسی ترجمه کرده میگه من تصمیم گرفتم در همه چیز شک بکنم به جز ذهن شکاک خودم. به همین خاطر تجدد این جریان به هم پیوسته است، گذار از یک جامعه‌ای که اساساً روستایی است به یک جامعه شهرنشین، جامعه‌ای که اساساً مذهبی است و بر اساس یقین به یه جامعه که علمی میاندیشه، خردگراست، دین از دولت جدا شده، به یه گذار از یک جامعه که در اون دولت ذل الله، چه در غرب چه در شرق دولت سایه خداست، مشروعیت دولت، مثلا کلمه مشروعیت یعنی مقبولیت دولت در مشروعیتش، یعنی یه چیزی از شرع باید توجیهش بکنه. تو ایران پادشاه ذل الله بود، الان هم که ذل الله هم بیشتر نماینده خدا روی زمینه و خودش رو محق میدونه که هر کاری دلش میخواد بکنه، و اگر در ایران حرفش رو گوش نکنید نه تنها جرم سیاسی مرتکب شدید، گناه هم مرتکب شدید. و این یه فکر قرون وسطاییه و تجدد میگه دولت یه قرارداد اجتماعی است و در این قرارداد اجتماعی
شهروندان هستند که به دولت مقبولیت میدن. یعنی تجدد رعیت رو تبدیل به شهروند میکنه، فردیت رو مهمتر از خانواده میکنه، فردیت رو مهمتر از قبیله میکنه، فردیت رو مهمتر از مذهب میکنه، مفهوم ملیگرایی پیدا میشه. خلاصه با این تعریف تجدد وقتی که فرد مهم میشه، شما میبینید که در همه عرصه ها این تجلی پیدا میکنه. تو نقاشی پورتره مهمتر میشه، و تو نقاشی نه تنها پورتره مهمتر میشه، پورتره آدم های معمولی رو شروع میکنن کشیدن. اولین کسانی که پورتره انسان عادی رو، نه اشراف و نه مسیح و نه سلاطین رو میکشیدن، به عنوان خلوچل بهشون تلقی میکردن. بروگل اولین کسیست که آدم های واقعی رو میکشه، آدم بیمار رو میکشه، یه فاحش خونه رو کنار یک کلیسا توی میدون شهر میکشه و نشون میده که آدم ها دارن میرن و میان، آدم های معمولی. در عرصه روایی مصداق این زندگی نامه است که بیایم در مورد یک فردی تعامل بکنیم و زندگی اون رو بشناسیم. و هرچی دوباره به قرن بیستم نزدیک میشیم، 21 نزدیک میشیم، میبینیم که رواج زندگی نامه بیشتر و بیشتر میشه. یک زمانی نه چندان دور در دانشگاه ها اصلا زندگی نامه رو به عنوان کار علمی تلقی نمی کردن، به عنوان تاریخ علمی تلقی نمی کردن. ولی الان در اکثر دانشگاه ها زندگی نامه به عنوان یکی از ارکان مهم روایت تاریخی تلقی میشه، حتی تدریس میشه. وقتی میگیم فردگرایی و تجدد، یه نکته هم بایستی دوباره مقدمتاً عرض بکنم. دو گروه در 100 سال اخیر، 150 سال اخیر منادی این نظر بودن که تجدد اساساً غربیه و ما اگر بخوایم متجدد بشیم باید غربی بشیم. روایت افراطی این در یک جمله تغییرزاده است که خودش بعداً بارها بارها در توضیح و تصریح و تکمیلش صحبت کرد، که میگه ایرانی باید پوست و خونش غربی بشه. آتاتورک میگه ایران ترک باید برای اینکه متجدد بشه الف باش هم عوض بکنه. از یه طرف روشنفکرانی بودن که فکر میکردن همه تجدد از غرب اومده، اینها منادی یک نوع تفکر تجدد بودن، در مقابلش و میگفتن تجدد همه از غرب اومده، و در مقابلش تجدد ستیزا بودن که کانون اصلیشون روحانیت بود. نه همه روحانیت، روحانیت تشیع با آمدن تجدد در واقع دو بخش میشه، دو شاخه میشه. یه دهی شیخ فضل الله نوری میشن و نواب صفوی میشن و خمینی میشن و خامنه‌ای میشن، یه ده ناینی میشن و شریعت مداری میشن و سنگلجی میشن. میگن باید اگر تشیع میخواد بمونه باید اصلاح بکنه. ولی اون گروه شیخ فضل الله تا خمینی و خامنه‌ای در یک قول به گمان من غلط متفقن، که میگن تجدد از غرب اومده. تجدد مدرنیته پدیده به هم پیوسته است با سنت یهودی مسیحی، با اسلام ناسازگاره. حتی میگن گامی بیشتر میگذارن و میگن که اینا اصلا برای آمدن زدن اسلام اومدن، بحث عرفیگری رو مطرح میکنن، اینا برای زدن امت اسلامه که ناسیونالیسم رو مطرح میکنن، اینا برای زدن قرآنه که خرد نقاد رو مطرح میکنن. اینها به تفصیل نوشته شده در نوشته های این آقایون ضد تجدد، ولی همه هم در یه قول متفقن که این حرف غربیه و با فرهنگ ما سازگار نیست. من از تجدد ستیزی بگیرید تا همین بحث با خانم دکتر زندیان، قبل از اون با یه همکارم یک کتابی نوشتیم به اسم انسانگرایی در سعدی، یک کتاب دیگه نوشتم به اسم صیاد سایه ها. تمام بحث من در همه این کتاب ها یک نکته اصلی است که این فکر که تجدد
خردگرایی، فردگرایی، علم، تاریخ علمی، حق زن، انسانگرایی، اینا همه ساخته غربه و ما اینا رو از غرب یاد گرفتیم، این باطله. ما در خود ایران بین قرن نهم تا 13 مسیحی یه جریان شگفتانگیز در واقع نطفه تجدد داریم. خردگرایی که، علمگرایی که، تاریخ علمی که، انسانگرایی که در اون زمان در ایران وجود داشت، در غرب هم وجود نداشت. بعضی از اون نظرات و ایرانی ها از غرب گرفته بودن، سعدی و نمیدونم بیرونی و اینها از غرب اطلاع داشتن، میخوندن. ولی اینکه اگر به محض اینکه میگید انسانگرایی، الان جمهوری اسلامی 40 ساله میگه انسانگرایی مفهوم غربیه، غربی‌ها میخوان به ما تحمیل بکنن، ما شریعت خودمون رو داریم، خب مزخرف میکرد. سعدی انسانگراست و یک کتابی در این مورد ما نوشتیم و در حد بضاعتمون سعی کردیم ثابت بکنیم که قبل از اینکه انسانگرایی در غرب باشه، در ایران سعدی انسانگرا بود. دیگرانی هم هستن در ایران. قبل از اینکه فردگرایی در غرب رواج پیدا بکنه، بسیاری از نویسندگان ما، بسیاری از شعرهای ما، بسیاری از معمارهای ما بر فردیت خودشون تاکید میکردن. بعد از تجددی که وقتی ساختمون میسازن معمارش رو حتما معین میکنن. تو قرن 11 در ایران معمارای ایرانی قرن 12 هر جای جهانگی میساختن اون زیر یه لوحه میذاشتن که من فلانم، در قزوین به دنیا آمدم، در اصفهان به دنیا آمدم و اینو معماری کردم. به همین خاطر تاریخ فردگرایی در ایران با اونی که دوباره در غرب و مورخین غربی میخوان به ما تحمیل بکنن یکی نیست. ما در این زمان هم یک سنت های فردگرایانه جالبی داریم و سنت تاریخ نگاری بسیار درخشانی داریم. تاریخ بیهقی به یک روایتی زندگی نامه سیاسیه. زندگی نامه سیاسی دو تا از پادشاهانی است که بیهقی در موردشون خدمت میکرده و درخشان به عنوان زندگی نامه نویسی، درخشان به عنوان تاریخ، درخشان از لحاظ علمیت تاریخش، از لحاظ سندیت تاریخش، از لحاظ اینکه برای هر حرفی که میزنه یک منبع میخواد بیاره، میاره و میگه که من اینو از کدوم منبع آوردم و بعد میگه که منابعش رو چجوری انتخاب کرده، میگه من منبع راوی میخواستم که شاهد بوده، من چیزی گفتم که یا خودم دیدم یا از یک راوی ثقه اعلام میکنم و یعنی هر حرف مزخرفی رو، هر توطئه ای رو من رواج نمیدم. در عین اینکه اون پادشاه رو ستایش میکنه، همه نقداشون هم میگه، به ما میگه که اون پادشاهی که اصلا اسم کتاب رو برش گذاشته چه آدم میخاره بوده، اصلا از الکلیزم میمیره، چقدر جاسوس داشته، چقدر علیه نمیدونم برادرش توطئه میکنه و کارهای خوبش هم میگه. وقتی که فردیت آغاز میشه، وقتی که رواج فرد پیدا میشه، وقتی که همه اینها در واقع انتزاعی که در تجدد عرض کردم پیدا میشه، یه فرم ادبی بیش و کم تازه هم رواج پیدا میکنه. کاملا تازه نیست، قبلش مصادیقش هست، ولی رواجش به عنوان یک نوع ادبی، یه ژانر بعد از تجدده و اون رمانه. و یک دلیلی که بعد از تجدد رمان میاد هم به خاطر اینه که رمان به قول کندرا زندگی یه فرده به روایت یه فرد، یعنی فردگرایی درش اساسیه، ولی رمان محتاج صنعت چاپ هم هست، بدون صنعت چاپ نمیشه. رمان بدون زنان خواننده رمان نمیتونه از لحاظ اقتصادی دوام پیدا کنه. در طول تاریخ رمان زنان به عنوان خواننده یکی از مهمترین نقش‌ها رو داشتن. امروز هم در ایران همینطوره. امروز در ایران نویسنده زن تعدادش، نویسنده کلش رو میگم نه فقط رمان، بیش از مرداست. در آمریکا فکر میکنم چنین رقمی باشه، ولی در ایران قطعا هست. به همین خاطر این فرد روایت رمان یک
در واقع نوع تازه‌ای روایت رو ایجاد میکنه، روایتی که روایت یک نفر هست از هستی. دوباره کندرا میگه که رمان نویس در واقع نزدیکترین تلاش برای خداگونه شدنه، برای اینکه جهانی رو خلق میکنه رمان نویس، همه اون جهان رو در خودش چیز میکنه. زندگی نامه دقیقا در ملتقای رمان و تاریخ نوشته میشه. یعنی همونطوری که تو رمان شما زندگی یه نفر رو میگیرید و یا چند نفری رو میگیرید و تمام روایت رو بر اون اساس میبافید، در زندگی نامه هم همین کارو میکنید، با این تفاوت که در زندگی نامه اون قرارداد ضمنی شما با خواننده اینه که هرچی من اینجا بافتم سعی کردم یه روایت گیرایی بدم که شما بخونید، ولی هرچی که نوشتم براش سند دارم. اینا ساخته ذهن خود من نیست، اینا خواسته های ذهن خود من نیست، اینها رو برای اینکه رمان گیرا بشه اونجا، روایت گیرا بشه اونجا نذاشتم. ما داریم کسانی که تاریخ می نویسن، اسم نمیخوام بیارم، خودتون بهتر از من میدونید، روایت گیرا می نویسه، در مورد زن می نویسه، در مورد مرد می نویسه، نخست وزیر می نویسه، شاه می نویسه، فلان می نویسه. وقتی میبینید میبینید همش شنیده ها و بافته های خودشه، گیراست، ولی تاریخ نیست. تاریخ در زندگی نامه تاریخی شما موظفید برای هر، همونطوری که به حق میگه، برای هر حرف یه راوی ثقه داشته باشید و باید بپذیرید که موضوع زندگی نامه یک انسانه. قصه هایی که در قرون وسطا وجود داره و داشته، در غرب و شرق فرق نمیکنه، کاراکتر در مفهوم انگلیسی نیستن، شخصیت نیستن، یک تیپن، به عنوان یه تیپ ازشون یاد میشه. یعنی شما مثلا یه انسان شیطانی دارید، یه نفری دارید که تجسم خوبیه. تو بعضی تو فیلم مثلا جنگ های ستاره ها، ستار وارز، این رو میتونید کاملا ببینید، یه تجسم شیطانی هست، نیروهای پلید هست که اتفاقا از ایران اومده. کتاب جوزف کمپل رو بخونید، میگه اساس این فیلم نگاه معنوی به جهان من از همونجا گرفتم، ظلمت هست و نور هست. ولی انسان ها هیچ کدومشون، هیچ انسانی، روانشناسی به ما میگه، تاریخ به ما میگه، تجربه به ما میگه، نه نور مطلق هستن نه ظلمت مطلق هستن. بعضی هاشون فقط زور میگن و ظلمت میکنن و کثافت میکنن، ولی اگر زندگیشون رو بنویسید یه پیچیدگی خاصی پیدا میکنه. یعنی پذیرفتن این که شخصیتی که ما در موردش داریم بنویسیم نه قدیسه نه ابلیسه. یکی از مکررترین و به گمانم به اساسترین پرسش هایی که از من میشه در جلساتی که در مورد کتاب هویدا گذاشتم، در مورد کتاب محمد رضا شاه گذاشتم، اینه که بالاخره یا در مورد مثلا مصدق ازم میپرسن صحبت هست، یا این خائن بود یا خادم بود. و من سعی میکنم توضیح بدم که من در واقع کتاب رو نوشتم برای اینکه شما چنین سوالی نکنید، بپذیرید که به قول بیهقی پهنای کار چیه، بپذیرید که این آدما ممکنه به قول گوته به نیت خیر راه شر رو فراهم بکنن، یا به نیت شر راه خیر رو ایجاد بکنن. جامعه امروز ایران هرگز به اندازه امروز عرفی نبوده، هرگز به اندازه امروز زنان رو به عنوان نقش اساسی برای رهایی آینده ایران و برای دموکراسی ایران نپذیرفته، هرگز کثرت فرهنگی ایران رو، کثرت مذهبی ایران رو به اندازه الان نفهمیده، هرگز نبوده تارانی که من میشنسم که به اندازه امروز مثلا بفهمن که یه شخص بهایی، یه شخص یهودی به اندازه یک مسلمان، به اندازه یک سنی، یک ارمنی، یک مسیحی در ایران حق دارن. شهروند یعنی همین. چون این فکر داره رواج پیدا میکنه،
کنجکاوی نسبت به زندگی نامه هم بیشتر شده. زمانی که شما جهان رو سیاه و سفید میبینید، در مطلق میبینید، دنبال این هستید که این شخص رو به عنوان خیر یا این شخص رو به عنوان شر ببینید، رغبتی به زندگی نامه ندارید. هر روز این رغبت داره بیشتر میشه. باورتون نمیشه، میتونید برید ببینید. من نمیخوام چون حمله به چیز بشه، من وقتی کتاب معمای هویدا نزدیک 40 چاپ شده، 40 چاپی که من ازش خبر دارم، نگاهی به شاه، اینها گفتن که اجازه نمیدیم. من گفتم غلط کردید، اجازه نمیدید، قرآن قرون وسطی نیست. من کتابو برای دانلود مجانی گذاشتیم برای داخل کشور، میتونید برید ببینید. چند صد هزار این کتاب دانلود شده، نمیدونم همه خوندنش، ولی نسبت بهش این کنجکاوی وجود داره. کتاب خانم سرشار در مورد شعبان جعفری به چندین چاپ رسید در ایران. 50 سال پیش اصلا خانم هما سرشار حتما جرأت نمیکرد کتابی در مورد شعبان بیمخ بنویسه. شعبان بیمخ همه به عنوان شعبان بیمخ ازش چیز میکردن یا ازش تحسین میکردن. خانم سرشار اومد که ببینم این آدم کیه، یعنی زندگی نامه او رو نوشته، مصاحبه با او، یه زندگی نامه ایرانه. جامعه ایران هم به اون از بلوغ رسیده، تازه نیست هر مزخرفی تو تلویزیون در مورد محمد رضا شاه میگن یا در مورد رضا شاه میگن یا در مورد خمینی میگن یا در مورد مصدق میگن بپذیرن. با ذهن خودشون میاندیشن، به روشن فکرانی الان گرایش دارن که با ذهن خودشون میاندیشن. 40 سال تو ایران کسانی مثل آل احمد، کسانی مثل طرفداران حزب توده و دیگران تو سر ابراهیم گلستان میزدن که این اله این بلن این پول داره فلان میکنه فلان میکنه، الان یکی از پرطرفدارترین خواننده های ایرانه. برای اینکه یه نسل جدید دیده که این با ذهن خودش میاندیشه. نسل ایرانی به زندگی نامی علاقه منده که براش قدیس یا خائن نسازه، اون هستی خاکستری زندگی رو بهشون نشون بده. شاه بسیار برای ایران خدمت کرد، ولی شاه اشتباهاتی هم کرد. اگر بخوایم زندگی او رو درستی نشون بدیم، باید هم کاستی هاشو بگیم هم برجستگی هاشو بگیم. باید بدون حب و بغض بتونیم این کار رو بکنیم. وقتی کتاب انگلیسی شاه در اومد، یه نقد خیلی خوبی در وال استریت جورنال در موردش نوشته شد. اون کسی که میتونید برید نقد رو بخونید، اون کسی که این نقد رو نوشت، یه 7-8 روز قبل از اینکه نقد رو بنویسه به من زنگ زد. من اصلا تا اون وقت اسمش هم نشنیده بودم. گفت من فلان کس هستم، دارم کتاب تو رو نقد میکنم و قاعدتا بر اساس اخلاق نقد کردن نباید بهتون تماس بگیرم، ولی من یه جایی خوندم تو دورای شاه زندان بودی، چطور میتونی چنین کتابی بی‌طرف، به نظر خودش بی‌طرف بود، در مورد شاه بنویسی؟ گفتم من لطفی نکردم، کار عجیبی نکردم، وظیفه من به عنوان محقق کتاب بی‌طرف نوشتنه، وظیفه منه که سعی کنم به عنوان دانشگاهی کتاب بی‌طرف بنویسم. آقای دکتر جوادی که مثلا در مورد براون می نویسه، در مورد کتاب براون نوشته، زندگی نامه براون رو نوشته، محققه، وظیفش این نیست که تعریف از براون بکنه، جایی که تعریف داره تعریف میکنه، جایی که باید بگه که مثلا فلان ضعف رو داشت اون رو هم میگه. به همین خاطر توی زندگی نامه اساس اینه که شما باید سعی کنید خودتون رو کنار بگذارید، یعنی علاقه شخصی خودتون، یعنی باید شما بی‌طرف باشید، شما باید اون چیزی رو داشته باشید که در انگلیسی بهش میگیم objectivity. شرط اصلی روش علمی همین عینی‌گرایی است، در واقع جدا از ذهنی‌گرایی است. در ذهنی‌گرایی شما هر چی دلت میخواد در مورد اون شخص میگید،
در ذهنیگرایی شما از پیش یک برخوردی دارید، سعی میکنید اگر هم به اسناد رجوع بکنید اسنادی پیدا کنید که اون برخورد نظر قبلی شما رو چیز بکنه. من در مورد کل مسئله زندگی نامه نویسی و دشواریاش صحبتی کردم چند وقت پیش، عنوانش است در جستجوی رضا شاه. این صحبت من در تورنتو کردم، همین بگید عباسی میلانی در جستجوی رضا شاه خواهید دید. اولا ببینید چقدر این دیده شده، نه به خاطر اینکه تعارف هم نمی کنم، فروتنی کاذب هم ندارم، نه به خاطر اینکه من حرف مهم می زدم، مردم دنبال اینن که ببینن این رضا شاه کی بود، نه اون که تعریف میخواد بکنه فقط بگه این ال بود بل بود، یا آخوندا که همه میگن شر مطلق بود. نسل ایران میخواد اون رو بدونه، زندگی واقعی رضا شاه رو بدونه، و وقتی که اون رو بهش توجه میکنی، حداقل من در تجربه خودم میبینم که کتابایی که نوشته شده از پیش یه تصمیمی دارن در مورد رضا شاه، مثلا رضا شاه نوکر انگلیسه، بعد میرن اسنادی پیدا میکنن که اون رو سعی بکنه ثابت بکنه. کار محققی نیست، کار محقق اینه که از واقعیات شروع بکنه بعد به نتیجه برسه، نه اینکه نتیجه رو از پیش بگیریم و بگیم که و من گفتم میل عده زیادی به در جامعه ایران به خوندن زندگی نامه، ولی صدش هم باید بگم یه عده کلن اونقدر در جزمیات خودشون غرقند و اونقدر به جزمیات خودشون باور دارن که حاضر نیستن کوچکترین تصوری متفاوت از اون که در جزمیاتشون هست بپذیرن. به هیچ وجه من الوجوه، مثلا تو کت عده‌ای رفته که رضا شاه راهن رو به دستور انگلیس ساخت. خب واقعا 1000 صفحه سند خیلی دقیق متقن هست که نشون میده این حرف کاملا باطله، انگلیس مخالف راهن ایران چیز بود، شمال جنوب بود، کلا مخالف راهن بود، میگفت اگر هم میخواد راهن بسازید راهن شرقی غربی باشه. رضا شاه گفت به خود من همین میخوام بسازم، همین میسازم، و همونم ساخت. اسنادش هم در آوردیم، من کتاب شاه که تحقیق میکردم واقعا چندین صد صفحه سند پیدا کردم، یه تعدادشو فرستادم خدمت آقای دکتر متینی، سردبیر برجسته مجله ایران شناسی که واقعا درخشانه، اگر نخوندید مجله ایران شناسی رو تو هر کتابخونه هست، خیلی از مجلاتش هم شماره‌هاش هم آنلاین هست، برید ببینید این مرد چه زحمتی کشید برای فرهنگ ایران، کشیده، هنوز خوشبختانه زنده است، برای تاریخ ایران. اون برداشت مقداری از اینا رو ترجمه کرد. طرفدارای دکتر مصدق و مخالفین رضا شاه کماکان تو کتشون نمیره که بابا اینو دیگه نمیشه بگید رضا شاه راهنه به دستوره، میتونید بگید 1001 عیب داره، قطعا عیب داره، ولی عیبش هم باید بر اساس سند بگید. وقتی بخواید بر این اساس صحبت بکنید، من نمیدونم ساعت چنده و چقدر صحبت کردم، من چون ببخشید، خواهش میکنم آقای دکتر فرصت هست، ما هنوز تا زمان اون 55 دقیقه ساعت شما یه چیز حدود 20 دقیقه دیگه ما داریم، بفرمایید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، نمیخواستم هر زمانی که ما در خدمتتون خواهیم بود، نگران نیست، بفرمایید. نه من خودم هم خیلی گرفتاری های وقتی دارم، میخواستم و نمیخوام زیاد صحبت بکنم، خسته بکنم دوستان رو، میخواستم بدونم چقدر. حالا وقتی که تصمیم بگیرید یک زندگی نامه بی طرف بنویسید، مثلا به خصوص اگر در مورد شخصیت های ایرانی باشه، یه مسائلی داریم. کلن یه
بحث از لحاظ روششناسی خیلی دقیق مفصلی است که خیلی در موردش نوشته شده، اگر دوستان بخوان میتونم توضیح بیشتری بدم. من گفتم وقتی که میخواییم زندگی نامه بنویسیم باید بیطرف باشیم. خب الان عده‌ای میگن که، و به نظر منم درست میگن، که بیطرفی کامل میسر نیست. شما من به رغم تمام تلاشی که کردم و آشکارا در خودآگاه خودم تمام تلاشمو کردم که یه روایت بیطرف بنویسم، ولی به هر حال من عباس میلانی هستم. اگر تمام تحقیقاتی که من کرده بودم میدادیم به آقای دکتر جوادی و اون میخواست این کتاب بنویسه، یا به هر کدوم از شما، شما یه روایت دیگه مینوشتید. ببینید، زبان اولا فی نفسه، زبان ما رو ناچار به انتخاب هایی میکنه، زبان تک خطیه، واقعیت چند خطیه، واقعیت عینی و ذهنی و خواب و خیال و رویا و سودا و شکم گرسنه و حرص مال و همه اینا در یک لحظه در ذهن یک کسی هست. من 500 صفحه زندگی محمد رضا شاه رو نوشتم. من 60 سال سلطنت کرده، 60 سال زندگی کرده، 35 سال سلطنت کرده. شما اگه بخواید اتفاق هر روز این سلطنت رو یا زندگی رو بنویسید، 60,000 صفحه هم بنویسید کفایت نمیکنه. یکی از معروفترین رمان‌های جهان کار جیمز جویس، سعی میکنه از ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر زندگی یه نفر رو در واقع بنویسه. 900 صفحه کفایتش نکرده. خب تمام زندگی محمد رضا شاه رو که نمیشه در 500 صفحه نوشت. شما باید انتخاب بکنید، یه چیزایی رو میزنید. با تمام انصاف سعی میکنید با انصاف بزنید، یه چیزایی رو تأکید میکنید، از یه جا شروع میکنید. من کتاب شاه رو از اینجا شروع کردم که نشسته توی مراکش، داره با سفیر ایران در مراکش صحبت میکنه، یه لوس میفته جلوش، شاه خیلی میترسه و بعد میگه نکنه اینا میخوان منو بکشن. خب میتونستم از جشنهای 2500 ساله شروع کنم، میتونستم از تولد شروع بکنم، میتونستم از هزار و یک جلسه صحبت بکنم. اون که شما صحبت چه جوری صحبت میکنید، چه واژه های انتخاب میکنید، خب این تاثیر میذاره در روایت. وظیفه تو به عنوان نویسنده اینه که تمام مدت در واقع هوشیار باشی که نگذاری تعصبات خودت، تجربیات خودت رو این تاثیر بذاره. به همین خاطر من کتاب رو به چند نفر از دیدگاه‌های مختلف دادم، خواهش کردم بخونم. هر جا که به نظرشون می آمد ممکنه این مثلا نتیجه تعصب‌ها یا شیفتگی‌های من با شاه باشه، اونو یادآوری کنن که سعی کنم روایت، چون زبان فی نفسه انتخابگره، زبان تقلیلگراست. ما در این مورد خیلی هر کسی از زن خود شد یار من، به نوعی بیان همینه. فیلم راشامون کوروساوا به نوعی بیان همینه، مرد از گرد بیزایی بیان همینه. ولی حالا مسئله زبان مشترک در همه کشورها، این مسئله برای بیوگرافی وجود داره، برای تاریخ وجود داره، برای رمان وجود داره. ولی رمان یه کسی داره میگه که من روایت خودم از جهان دارم میگم، تو زندگی نامه داریم ادعا میکنه که من میخوام روایت علمی رو از این شخص بگم، روایت بیطرفانه از این شخص بگم، این شخصیت رو برای شما بسازم. چند مسئله داریم که ویژه ایرانه. یکی رواج همین فکر در واقع قطبیه، سیاه و سفید، خادم و خائن، خائن در زنا، همین زن لکاته یا زن
قدیس اسیری. واقعیت اینطور نیست، واقعیت آدم ها خاکستری هستن و خیلی از دوستان ما، در دوستان خواننده همه نه، اکثریت به نظر من اون ور هستن، ولی اینها خیلی هاشون هستن که سرصدا میکنن، شلوغ میکنن، موج ایجاد میکنن. کتاب شاه در نیامده بود یک سال قبل از این که در بیاد، یکی از طرفداران سلطنت در لس آنجلس و یکی از چپی ها در اروپا نقد بر این کتاب نوشتن. یکی گفت من از سلطنت طلبا پول گرفتم که کتاب در تعریف شاه بنویسم. یکی گفت که من همون چپی سابق هستم، اومدم محمد رضا شاه رو داغون کنم. بعضی از دوستان طرفدار سلطنت هنوز بر این قولن و الان 4 تا کتاب نوشتم دیگه، به هر حال در مورد دوران پهلوی. اون یه کارنامه است. اینا هنوز یه عده از این دوستان یه عکس کذایی رو پیدا کردن که ادعا میکنن منم و بهنود، نه من هستم نه بهنود، که یه عکس گرفته شاه رفت و هر دفعه یه جایی صحبت میکنی یکی از اینایی نمیذاره. حالا یکی از دو نفرن ولی به هر حال یه قدرتی داره اینو چیز میکنه دیگه، که این همونه که رفته زندان، دشمن شاه. معمای هویدا که در اومد در لندن، مجله ایران شهر بود فکر کنم، 12 شماره نقد نوشتن، که من خوشحالم که نوشتن، برخلاف وقتی 12 شماره نقد می نویسی یعنی کتاب مهمیه دیگه. به قول تذکرةالاولیا، شکننده کالا خریدار بود. اگر اینقدر تو سرش میذارید حتما یه جایی ازش ثابت بکنن که من از کمونیستا، شرکت های نفتی، CIA، موساد و بریتیش اینتلیجنس پول گرفتم که این کتاب هویدا رو بنویسم، شخصیت اعلیحضرت رو خراب بکنم. این همین بحث رو در مورد اونم کردن. اینا اقلیتن ولی موج ایجاد میکنن. وقتی که صحبت کار من شد، دوستمون گفتن که معمای شاه، بعد گفتن که معمای هویدا و نگاه به شاه. من اتفاقا بنا داشتم کتاب رو بعد از معمای هویدا بذارم معمای شاه. در این فاصله نکبت ولایی 100 اپیزود یه فیلم تلویزیون درست کردن، اسمش رو گذاشتم معمای شاه و هیچ کسی بعد از قسمت دوم به نظر میسه اون فیلم رو تماشا نکرد. میلیون ها دلار خرجش کردن برای اینکه دیدن خزعبله، اندیشه های قالبیه. و من گفتم نگاهی به شاه و نگاهی به شاه رو دقیقا برای این انتخاب کردم که بگم این نگاه منه به شاه، هیچ ادعایی بیش از این ندارم. نگاه یک نفره، یه نفر دیگه باشه یه نگاهی متفاوت میکنه. یک خانم دکتر افشار بعد از اینکه اون صحبت من رو در تورنتو شنیده بودن، یه یادداشتی برای من نوشتن که خیلی برام جالب بود. گفتن که من ایشون نمیدونم، میدونید فارغ التحصیل هاروارد هستن و محقق برجسته هستن، الان هم دارن یه کار خیلی درخشانی از مسکوب رو ترجمه میکنن. میگفتن من یه سخنرانی کردم در یک زمانی، من متاسفانه سخنرانی نشدم. میگه گرفتاری تاریخ ایران اینه که دنبال انسان کامل میگرده. من اونجا صحبت گفتم ما باید رضاشاه واقعی رو، نه انسان کامل، یا رضاشاه واقعی اونو ترسیم بکنیم. خیلی برام جالب بود که این زمینه تاریخی ندیدن و نپذیرفتن انسان ناکامل به عنوان انسانی که همه ما هستیم، انسان ناکامل در اساطیر هست و در مذهب ها هست. یه گرفتاری دیگری که ما در ایران داریم بر زندگی نامه نویسی اینی که آرشیب کمه، آرشیب ها داغون شدن. ما میدونیم که مثلا صفویه آرشیب زیاد داشتن. من یه زمانی خیلی برام عجیب بود که چقدر مطالعات عثمانی متکی بر آرشیبه و مطالعات صفوی آرشیباش کمه.
و من فکر کردم که شاید صفوی ها آرشیف نداشتن. یه کمی بیشتر که جستجو کردم دیدم نه، خیلی اتفاقا آرشیف داشتن، شبیه آرشیوهای عثمانی دقیق بوده، ولی بخش اعظمش داغون شده. گروه های مختلف که حمله کردن، در هر موج حمله یه مقدار زیادی از اینها رو از بین بردن. تو اصفهان دیوانخانه رو، اسناد دیوانخانه رو به عنوان هیزم ازش استفاده میکردن. من گزارش یک شیش ارمنی رو میخوندم. پس یه دلیلش عدم موندن این اسناده، یه دلیلش عدم نوشتن و حفظ یادداشت ها و اسناد روزانه است. ما همین پریروز 500 کیلو، دقیقاً 500 کیلو، چون حملش کردیم از اروپا، یادداشت‌ها و اسناد و نامه های آقای گلستان رو آوردیم دانشگاه استنفورد، ابراهیم گلستان، مال شاهرخ مسکوبم آوردیم، یادداشت های روزانه دایی من سر فخرالدین شادمانم الان آوردیم. اینا قبلا یا وجود نداشته یا از بین رفته. یادداشت های روزانه خانم اوری مصطفی هست الان 26 جلد، هر روز زندگیشو نوشته. خیلی از اینا اگرم نوشته می شده از بین رفته. اگر الان وجود داره حفظش، خانواده ها از نشون دادنش به دیگران اعتراض میکنن. علم آدمی که دیگه بعد از شاه در اون دوران به نظر من شاید نفر دوم مملکت بود، جرأت نمیکرد یادداشت روزانه‌اش رو تو ایران نگه داره. یادداشت روزانه‌اش رو مینوشت میفرستاد تو سوئیس، بزنن تو بانک در سوئیس. یه مقداری از اون یادداشت هم خانوم سوزونده، عصبانی میشه از خانوم بازی های آقای علم، میندازه یه مقدارش تو آتیش، ولی همون به واقعا به مهر خانم علم بقیه یادداشت ها مونده. شما فکر کنید اگه 10 نفر از آدمایی که در سطح علم بودن یادداشت های روزانه میذاشتن، درک ما از اون دوران خیلی خیلی بهتر میشد. آرشیوایی که وجود داره تو ایران الان قابل دسترسی نیستن، مگه اینکه شما خودی باشید. من دنبال آرشیوای دفتر مخصوص رضا شاه میگشتم. رضا شاه دربارش خیلی منظم بوده، آغاز کارش تیمورتاش بوده که یک مدیر بسیار مدبری بوده، خیلی دقیق هر سندی که می آمده، نامه ای که می آمده، تاریخ ورودش، تصمیمی که رضا شاه می گیره، اینا در ایران هست، ولی به غیر خودی نمیدن، به من که قطعا نمیدن، ولی حتی در داخلم من سعی کردم مثلا ببینم میشه ببینم به کسانی دادن یا نه. یعنی اسناد تاریخی رو اینها در حد خودی ناخودی انجام میدن. اسناد خارجی هست، ولی دوباره بخشی از این حفره داره پر میشه. اردشیر زاهدی 1,000,000 صفحه سند حفظ کرده، سندهای خودش و بسیاری از سندهای پدرش، همه رو داده دانشگاه ما. یه پول هم گذاشته که محققین بتونن با بهره اون پول انتخاب بشن از طرف دانشگاه، بیان اینو مطالعه بکنن. اگر الان بخوایم زندگی محمد رضا شاه رو بنویسیم، هر کسی دیگه بخواد بنویسه، من خوشبختانه به این اسناد دسترسی داشتم وقتی که می نوشتم به لطف آقای زاهدی. ولی الان از این به بعد اگه بخواید زندگی زاهدی رو بنویسید، تیمسار زاهدی رو بنویسید، شاه رو بنویسید، شهناز پهلوی رو بنویسید، اشرف پهلوی رو بنویسید، سیاست خارجی ایران رو بنویسید، فقط نمیتونید دیگه به اسناد انگلیس و آمریکا تکیه بکنید. روایت ایران هم هست. اگر یه دیداری مثلا شاه کرده با سفیر شوروی، اگر تو آرشیو شوروی برید یه روایتشو میبینید، یه روایت دیگرش وزارت امور خارجه بوده که الان در استنفورد است. هر روز به لحاظ کسرت روزافزون این یادداشت‌ها و نامه ها، ببینید شاه بسیار نامه نوشته، فقط نامه هایی که الان از طریق سفارت آمریکا، سفارت ایران در آمریکا زاهدی از دستش رد شده، ما کپیشو داریم، نامه هایی که به خانوادهش نوشته،
نامه هایی که به دوستانش نوشته، نامه هایی که به خانم هایی که باش رابطه داشته نوشته، یک دونه از اینا نیست. حتی اسناد دفتر محمد رضا شاه که اون هم بسیار دقیق بوده، محمد رضا شاه چه زمانی که معینیان رئیس دفترش بوده، در هر زمانی دربارش خیلی دفتر دربار دقیقی بوده. من از اسناد هویدا میبینم هر گزارشی که میامده لحظه ورودش میشه، لحظه که شاه خونده ضبط میشه، اگر هم دستوری داده اونجا ضبط میشه، در خیلی یادداشت‌های شاه در کنار اونها دیده میشه. این کمک میکنه، ولی بقیه اسناد دیگر رو این رژیم روش نشسته، اسناد دوران پهلوی، اسناد دوران رضا شاه، اسناد دفتر مخصوص رضا شاه، اسناد غربی هم که نگاه میکنید باید همیشه به یاد داشته باشید که اینها اسناد غربی آمریکاست، انگلیس، فرانسه است، از منظر اینها نوشته شده. مهمترین سندی است که داریم. ولی وقتی بولارد مثلا سفیر انگلیس در ایران گزارشی در مورد رضا شاه می‌نویسه، یا خانم لمتون گزارشی در مورد شاه می‌نویسه، در مورد محمد رضا شاه می‌نویسه، در مورد مصدق می‌نویسه، اینا موضع شخصی داشتن. خانم ان لمتون از روز اول فکر میکرده مصدق شره، باید کلکش رو کند. به همین خاطر باید گزارش او رو خوند، ولی اینم توجه داشت که یک نفر دیگری در خود سفارت یه روایت مختلفی از مصدق داره. شما اسناد هزار صفحه، من این رو عرض میکنم دیگه متوقف میکنم برای زمان، و یکی از مهمترین مسائل تاریخ معاصر ما 28 مرداد دیگه. در 28 مرداد چی اتفاق افتاد؟ آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها، آیا این کودتای آمریکا انگلیس بود؟ آیا قیام ملی بود؟ نقش آخوندها تو این ماجرا چی بود؟ 20 سال پیش یکی از این نشریات، کتابایی که در میاد FRUS Foreign Relations of the US، اسناد آمریکا در مورد اون دوران رو چاپ کرد. 1952-54 هیچ، تقریبا هیچ اشاره‌ای به نقش CIA نبود توش. بیاد دی تعقیب کردن وزارت امور خارجه آمریکا رو. این یعنی چی؟ شما به عنوان مورخ اینا رو گزیده گذاشتی، مهمترین اسناد رو نذاشتی. به مجلس رفت، مجلس اینا رو موظف کرد یک مجلد دیگری 2 سال پیش چاپ کردن، 3 سال پیش. این الان به طور رایگان قابل دسترسی است. اسمش از FRUS 1952-54 ایران. تمام اسنادی که قبلا پنهان کرده بودن الان هست. بازم میبینید خیلی مسائل است که نمیشه بهش جواب داد، ولی یه مسائلی که قبلا هرگز نمیدونستیم روشن شده. میبینیم آقای کاشانی با سفیر آمریکا در ایران دیدار میکنه به دعوت خودش. میبینیم آقای کاشانی با رئیس CIA در ایران دیدار میکنه به دعوت خودش. به هر دو میگه که منم مثل شما، ما هم مثل شما، ما خوندا مثل شما میخواییم مصدق رو بندازیم. تمام دیدارهای دیگر رو میگه. بعد تو اون همین مجموعه میبینید که یه نفر هست مثل خود دالاس که رئیس CIA هست، معتقده که مصدق شره، باید حتما انداختش. یه دهی دیگه در خود CIA، در خود وزارت امور خارجه میگن که شاید ما باید از مصدق دفاع بکنیم، یه جوری اینو حبسش بکنیم. یعنی اسنادی هم که داریم به اندازه کافی روشنگر نیستن، مگه اینکه این اسناد مختلف رو در کنار هم بذاریم و از ترکیبشون به یک تصویری برسیم که باید به اون تصویر خود ما، یعنی نویسنده و شما خواننده، همیشه به دید شک نگاه بکنید. یعنی درک تاریخی، به قول یکی از همکارای ما که به ایران هم رفت و آقای اسمش رورتی بود، فیلسوف درجه یکی بود و رژیم اسلامی گفت که این توطئه ما بوده که اینو بفرستیم استنفورد بوده و توطئه من بوده که بره، بیچاره خودش آدم قدری بود، رفتی از هم درفتن ما نداشت. اون میگه که معرفت تاریخی معرفت عارضی است، یعنی معرفتی است که محدود
به این زمان مورخ وظیفش اینه که سعی سایی بکنه که به نزدیکترین روایت به حقیقت برسه، ولی اگر جزمندیش نباشه، اگر مؤمن نباشه، اگر محقق باشه، همواره میفهمه که اون درکی که در اون کتاب هست نگاهی بیش نیست. و 5 سال دیگه اگر خاطرات مثلا شاه دستمون بیاد، اگر اسناد دفتر شاه چاپ بشه، حتما بایستی در اون چه که تا حال فکر میکردیم و میدونستیم بایستی تجدید نظر کرد. به همین خاطر کار دشواری زندگی نامه نویسی، ولی رونقش به نظر من هر روز بیشتر و بیشتر داره میشه و امیدوارم بیشتر هم بشه. خیلی متشکرم ازت، میخوام اگه زیاد صحبت کرد. سپاسگزارم از آقای دکتر میلانی، بسیار بسیار استفاده کردیم و مثل همیشه صحبت های شما بسیار شیوا، دلنشین و آموزنده. خیلی هم خوشحالم که اشتباه لفظی من باعث شد که شما یک نکته جالب رو مطرح بکنید. البته خب واقعا محمد رضا شاه یک معما بوده در تاریخ ایران و خوشحالیم که شما با نگاه خودتون سعی کردین به هر حال چراغی بر این معمای تاریک بیافروزید. آقای دکتر، ما میتونیم اگر شما خسته هستین ما 1-2 دقیقه وقفه بدیم، یا اینکه مستقیما وارد بخش پرسش و پاسخ بشیم؟ من اگه دوستان خسته نیستن، چون باید زودتر مرخص بشم از حضورتون، من فهم کنم اگه زودتر بریم به سوال و جواب. من تا من قبلا عرض کرده بودم یه چیز دیگه داشتم، یه جلسه دیگه داشتم، و واقعا جلسه قبلی من مثل این جلسه برای من آموزنده بود و پربار بود. با یک گروهی در ایران داشتم صحبت میکردم که جلسه کتابخونی دارن. بله. و کتاب مرشد و مارگریتا که آقای دکتر بهش اشاره کردن، الان چند وقتی است دارم اونو میخوندم. انقدر این جوانهایی که در ایران در این جلسه بودن با هوش بودن و با فضل بودن و با دقت بودن که من کیف کردم. ولی الان 3 ساعت و نیمه که دارم صحبت میکنم، یک کمی چایی میخورم که بله. شما هر ساعت زمانی که بگین، ما فکر میکنیم ساعت 6 به وقت شرق امریکا یا 3 به وقت شما خوب باشه که متوقف بکنیم، یا خوب ما اون در اونو بگیریم برای بسیار. پس سپاسگزارم. پس دوستان خواهش میکنم که چون ما قرارمون بر این هست که قطعا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت شرق امریکا یا 3 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا جلسه رو به اتمام برسونیم، من خواهش میکنم از دوستان که سوالاتشون رو و صحبتاشون رو تا حد ممکن خلاصه بکنن که بتونیم دوستان بیشتری رو در این جلسه داشته باشیم. میدونم که تک تک افراد مایل هستن که در مورد صحبتهای بسیار جالب آقای دکتر میرانی نکاتی رو مطرح بکنن، ولی خواهش میکنم که صحبتان رو محدود بکنین به خاطر احترام به حقوق بقیه. لطف بکنین یا اینکه توی قسمت چت اسمتون رو بنویسین، یا اینکه ریز هند رو در بخش زوم علامت ریز هند رو بزنین، یا دستتون رو اگر ویدیوتون روشنه به شکلی بالا بکنین. من سعی میکنم ببینم همه افراد رو و به ترتیب سوالات رو مطرح کنم. من فکر میکنم از آقای دلاور قدرشناس، فکر میکنم نفر اول هستن و در خدمتون هستم. آقای قدرشناس بفرمایید. تشکر میکنم استاد گرامی. جناب میلانی، قربان صدای بنده رو دارید شما؟ هم صداتون دارم قربان، هم تصویرتون رو. قربونتون برم عزیزان. من اولا خواستم خدمتتون عرض کنم که من افتخار ترجمه همزمان سخنرانی های پرمهر و پر وزین شما رو ما در کنفرانس شیکاگو برای چندین سال داشتیم. من از اون زمان خدمتتون ارادت مخصوص دارم. بسیار بسیار خوشحالم از زیارت مجددتون. جناب دکتر، شما فرمودید که ببینید، من این مطلب که میفرمایید محقق باید بی‌طرف باشه، یه مقداری به نظر من، حتی ببینید شما که یک تز دکترایی رو انتخاب کردید به خاطر یک سری علایقی بوده که اون رو انتخاب کردید، و ما نمیتونیم بگیم که
مثلا فرض کنید من که این تز رو نوشتم یا این مقاله رو نوشتم با بیطرفی وارد این مسئله شدم، یعنی پیشفرض من یه علاقه قبلی در این زمینه داشتم که وارد این زمینه شدم. و همینطوری که فرمودید شما مثلا برای زندگی شاه یا معمای هویدا به شاید صدها مثلا منبع میرسید که میفهمید که فرمودید نمیتونید تمام اینها رو شامل بکنید به خاطر اینکه هزاران صفحه میشه. و برای خود همین مثلا انتخاب این ظریفه ها و این دقایق باز هم به نظر من اون جنبه شخصی خود فرد دخالت میکنه، یعنی ما واقعا نمیتونیم 100% بتونیم بگیم که من در این تحقیقم از هر جهت بیطرف بودم، یعنی حتی انتخاب تاپیک و مقاله و عنوان یک مطلب بیانگر این هست که من در این زمینه یک علاقه پیشفرض داشتم. نظرتون راجع به مسئله چی استاد؟ من 100% با نظر شما موافقم، 100%. ببینید یه چیز ساده بگم، امروز تاریخ چیه؟ نوشته به اصطلاح اون چیزی رو که انحصارات میخوان من و شما باور کنیم یا به گوشمون برسه، برای اینکه حتی یک منبع صحیح به اصطلاح وقایع روز رو هم ما نمیتونیم بگیم که این منبع واقعا واقع نگار تمام وقایعی است که در روز حاصل میشه، واسه اینه که از چندین منبع انسان باید منابعش رو به اخبارش. تاریخ امروز، امروز روز چندمه؟ امروز 29 قربان، امروز 29 ماه اکتبر سال 2023 هست. چرا تاریخ ایران رو نگفتید؟ چرا تاریخ یهود رو نگفتید؟ چرا تاریخ چین رو نگفتید؟ تاریخ سلطنتی رو؟ همه اینا جواب درسته، ولی میخوام بگم که چیز ساده‌ای مثل تاریخ امروز یه انتخابه. حرف شما هم دقیقا همینه. ما حتی شما من و آقای دکتر جوادی سنمون اجازه میده اینا یادمون بخوش، ولی شاید بعضی از شما یادتون نباشه وقتی که اومدن در ایران تاریخ رو عوض کردن، گذاشتن 2535، هر روز که ما تو دانشگاه میخواستیم تاریخ بذاریم یه انتخاب بود. شما میدونستی اگه میذاشتی 1355 ممکنه بیان سراغت بگن شما مسئله داری با رژیم، تاریخ رسمی مملکت، و شما مسئله داشتی دیگه، اگه کرم نداشتی نمیذاشتی دیگه بدون شرط. به همین خاطر حرف با شما، حرف شما کاملا درسته. من حتی گفتم در سطح زبان مهمه شما چه واژه انتخاب میکنید. مثلا میگید شاه گفت، میتونید بگید شاه ادعا کرد، میتونید بگید شاه فرمود، شاه استناد کرد. یعنی انتخاب یک واژه دقیقا همونطوری که شما میفرمایید سویه های شما رو نشون میده. کار محقق اینه که اولا با خواننده صادق باشه و بهشون بگه که فکر نکنید این حرف آخره، این حرف اوله و حرفای دیگه هست. دیگرانی چیز میکنن. من یعنی میخوام بگم مسئله که شما بهش میگید، من به نوعی 50 چند ساله باش درگیرم. تو امتحان دکترا که میدادم، خب من اون وقت چپی بودم و یقین کاذب داشتم و فکر میکردم عقل کل جهانم، و تو کمیته دکترا یه آقایی بود خیلی آدم جالب درخشانی بود، کیهیل بود اسمش، گفت که تو ادعا میکنی که این متون رو میخوای بخونی و ازش یه نتیجه بگیری، یه دستورالعمل بنویس که هر کسی دیگری جای تو این متون رو میخوند دقیقا به نتیجه تو میرسید. خب نمیرسید. بله چقدر دقیق گفته بود. بله دقیقا دقیق گفته بود. منم فکر کردم حتما میخواد ردم بکنه، چون تو تاریخ جلسه شفاهی من این سوال رو هی کرد، و بعد رئیس کمیته هم که اونم یه آدم درخشان، مایک شپیرو، استاد درخشانی بود، بعد از یه چند دقیقه بهش گفت که بابا جون شما با هم اختلاف نظر داری، تو یه نظری داری، اینم یه
ابله مارکسیست فکر میکنه به حقیقت مطلق اونجا نمیسته، تو تفتیش عقاید حق نداری بکنی. و واقعا هم نکرد، با اینکه من نتونستم، چون اون جواب نداره، اون جوابی که شما میگی جواب نداره، نمیشه. شما حتما یک جاهایی چیز میکنی، ولی ببینید ما مثلا میگفتیم که، مسئله شو میگم، میگفتیم که در ایران 100,000 زندانی سیاسی است، درسته؟ خب من وقتی که صلیب سرخ اومد زندان، من زندان بودم و چون انگلیسی بلد بودم، کسی که باهاش صحبت کردن یکیشون من بودم، توی اتاق سلول تنهام بودم. و گفتم، اون گفت شرایط چجوری؟ گفتم الان شرایط تازه عوض کردن، چون جیمی کارتر اومده بود و تمیز کرده بودن اینا. گفت اونا رو میدونیم، نمیخواد. بعد گفتم ما از شما یه سوال دارم. گفت بگو. گفتم زندانی سیاسی چقدر داره ایران؟ گفت زیر 4,000 تا. ما میگفتیم 100,000 تا. خب وظیفه من در کتاب این است که بگم ما اپوزیسیون غلط میکردیم، به خود میگفتیم. من حتی رفتم پیدا کردم ریشه اون حرف کذب از کجاست. دوست مشترک من و دوست عزیزم حسن جوادی، رضا براهنی منشأ این بود. رضا براهنی تو سنا میگه 100,000 تا، امنستی از قول رضا براهنی میگه 100,000 تا، کنفدراسیون از قول عفو بین‌المللی میگه 100,000 تا، میشه وحی منذر. کار ما میگیم حالا 3,000 تا بوده. با این حال همه واقعیت اون دوران رو میگم باید با احتیاط کرد دیگه. به همین خاطر حرف شما کاملا درسته و من قطعا میپذیرم که اون چیز هست. ببخشید جواب طولانی شد، ولی بحث خیلی مهمه. بله بله، بحث بسیار جالبیه. من فقط برای این که یادآوری بکنم، دوستانی که در لیست دارم آقای حاجری گل هستن، خانم زری هستن، آقای دکتر لطفعلیان هستن و بعد از آقای علی داوودی در چت یه سوال نوشتن، آقای سلطانی، آقای منصور و خود من. من خواهش میکنم مجدداً لطفاً صحبتاتون رو خلاصه بکنین که بتونیم به پرسش همه دوستان برسیم. آقای دکتر مفصل، منم قربان جواب مفصل دادم، سوال خیلی کوتاه من ببخشید. خواهش میکنم، استفاده میکنیم آقای دکتر. آقای دکتر حاجری گل بفرمایید. خواهش میکنم. آقای دکتر، بی نهایت سپاسگزارم از سخنرانی آموزنده و ارزندتون و اینکه مهمونه بنیاد فرهنگی دهمان هستین. من چندین تا سوال شدم، ولی تا تو سوال کوتاهترش رو خدمتتون میگم. من وقتی که جزئیات صحبتتون رو خوندم فکر کردم مقداری راجع به در رابطه با تجددم بود و در رابطه مدرنیته در عصر جدید، فکر کردم راجع به سفرنامه های ایرانی ها میخوای صحبت بکنین که اونم یه نوع زندگی نامه است. میخواستم اینا تفاوت این زندگی نامه‌ای که شما امروز صحبتش کردین با اون سفرنامه ها چی هستش. مطلب دومم که سوال کوتاه دیگه هست، میخواستم اینم راجع به مصدق، به خصوص اینکه اون ماهای آخر نخست وزیریش مقدار زیادی زد و نقیض هست که بستگی داره که توی کدوم جبهه باشی، چیزی رو دارین کار میکنین روش یا چیزی بیرون میاد یا صحبت کردین یا نه. متشکرم. اون خلاصه ای که تهیه شده بود دوستان تهیه کرده بودن، منم چیز نکردم. زندگی نامه در واقع واژه‌ای است که ما برای بیوگرافی داریم دیگه. به همین خاطر بیوگرافی یک بخشیه، سفرنامه ها نوعی همون زندگی نامه است و به نظر من سفرنامه بسیار بسیار مهم هستن و بعضی ها روش کار کردن. سفرنامه های فرنگی هم هست، سفرنامه های ایرانی ها به فرنگ هست که هر روز بیشتر داره به دست اون میاد و ابعاد بسیار مهمی رو روشن میکنه. در مورد مصدق، من در کتاب نگاهی به شاه در واقع 100 صفحه‌ای حدودا در مورد 28 مرداد نوشتم و وقتی که اون 1,000 صفحه در اومد، خب در
مفهوم واقعی، تمام شب بیدار نشستم که اون کتابو بخونم ببینم چه سندی هست که شاید اساساً باید حرفمو تغییر بدم. سند اسناد مهمی که باید کمک میکنه تدقیق بکنم اون حرف رو فراوان هست، ولی اساس حرف من در اونجا تو این کتاب هم به نظر من تایید میشه و اون این است که مصدق با کمک کاشانی و نیروهای افراطی، در واقع افراطی اسلامی، سر کار اومد. نخست وزیر شدن مصدق بدون ترور رزمارا عملا قابل تصور نیست، یعنی ترور رزمارا یه سری تحولاتی رو متوقف میکنه. شکی نیست که در ترور رزمارا طرفداران مصدق حداقل سهیم بودن در طراحیش، در تصمیم گیریش با نواب صفوی که به گمان من تجسم تروریسم اسلامی بود و اشتباه بود برای نیروهای دموکرات ایران مثل مصدق که با چنین نیروی همسو و همدل بشن. و در یک مقطعی حزب توده هم به این ماجرا، به این ائتلاف پیوست. حزب توده از منتقدین اصلی مصدق بود، برای اینکه اونها تمام تلاششون این بود که آمریکا رو از ایران حذف کنن. واژه لانه جاسوسی رو اول بار در تظاهرات حزب توده در 30 تیر استفاده میکنن در مورد سفارت و اینکه سفارت لانه جاسوسی آمریکا رو ببندید. به همین خاطر این وحدت که مصدق رو میاره سر کار و نیروهای جبهه ملی که واضح طرفدارش بودن و خواستارش بودن و نیروی سوم، به تدریج این وحدت شکافته میشه به دلایل مختلف. یه دی سبک حکومت مصدق رو بر نمیتابیدن، فکر میکردن زیاده از حد فردیست، زیاده از حد شخصیست. کاشانی نگران دو چیز بود، یکی اینکه فکر میکردن حزب توده داره هر روز تقویت میشه، دو مصدق بهشون رکاب نمیداد. کاشانی میخواست حجاب سر زنا بکنه، میخواست باهایا رو از ادارات دولتی بیرون بکنه، مصدق رکاب نمیداد. عده‌ای از درون حکومت پهلوی نگران بودن، تیپای مثل زاهدی و اینها به گمان من به راستی نگران این بودن که مصدق نمیتونه مملکت رو اداره بکنه. در بین این فضا آمریکا و انگلیس بودن. انگلیس از روز اول می‌خواست مصدق رو بندازه، شکی درش نیست، از روز اول تلاش کرد مصدق رو بندازه. شاه رو فشار آورد که علیه مصدق کودتا بکنه، شاه مقاومت کرد، تهدید به حمله نظامی کرد، آمریکا جلوش رو گرفت. از در واقع تیر قبل از 28 مرداد آمریکا به تدریج نظرش رو عوض می‌کنه. آمریکا تمام تلاشش رو میکرد که شاید یه آشتی بین مصدق و شاه ایجاد بکنه، مصدق با شرکت نفت ایجاد بکنه و یک راهی برای تداوم مصدق باشه. در یه مقطعی به این نتیجه رسید که نمیشه، به این نتیجه رسید که حزب توده داره قوی میشه و به این نتیجه رسید که شکاف افتاده در مصدق، طرفدارای مصدق، مهمترینش کاشانیه که با سفیر آمریکا دیدار میکنه، میگه ما میخوام اینو بندازیم. و اون هست که به گمان من وضع رو علیه مصدق سامان بندی میکنه و به نظر من اشتباهاتی هم که مصدق میکنه، نوع برخوردش با شاه به گمان من برخورد درستی نبود، فضای بین المللی رو به نظر من درست نمیفهمید، وضع نفت رو به نظر من، اقتصاد نفت رو، میزان وابستگی اقتصاد ایران رو به نفت نمیفهمید. و در نبردی که داشت در شرکت میکرد متوجه نبود که در این نبرد شکست خواهد خورد. من اتفاقا برخورد رضا شاه رو در قرارداد 1933، در ماجرای 1333 که رضا شاه قرارداد دارسی رو پاره میکنه و بعد کوتاه میاد، بدون شک کوتاه میاد، وقتی که میفهمه که ادامه
نمیتونه بده. وقتی که میفهمی که نیروهایی که غرب انگلیس داره خیلی ازش قوی تره و میدونسته رضا شاه قطعا به سقط اسناد میشه فهم، میدونسته که اگه قرارداد امضا کنه همین حرفایی که در موردش میزنن خواهند زد، ولی فکر میکنه که برای دراز مدت باید این کارو بکنه. مصدق تصمیم گرفت برای دراز مدت مهمه که وجاهت خودش رو و این مقاومتی که فکر میکرد لازمه او رو تداوم بده و حاصل شد اون چه که شد. بله سپاسگزارم. خانم زری در خدمت شما هستیم. با سلام خدمت آقای دکتر عباس میلانی و سخنرانی بسیار خوبی که کردین در رابطه با زندگی نامه نویسی. یک سوالی من داشتم که این همیشه داشتم و خوشحال میشم که الان بتونم به نوعی جوابش رو بگیرم و اون اینه که وقتی ما درباره تاریخ میخونیم و روایت های تاریخ میخونیم همیشه برای من این مهم بوده که چگونه تشخیص بدیم این روایت تاریخی واقعیه، یعنی بدون تعصب و نظر شخصی نوشته شده. آیا راهی وجود داره به خواننده این ابزار رو بده که بتونه تشخیص بده این تاریخی که میخونه یه تاریخ واقعیه؟ و البته با این شک بیشتر این موقعی برای آدم به وجود میاد که همین الان شاهد تاریخی هستیم که دگرگونش میکنن و با ما تحویل میدن چیزی که با چشم میبینیم و با گوشمون میشنویم. بر صورت میدونم که میشه روایت های مختلف خوند، ولی اگر کسی بخواد که سریعا بتونه یه روایت خوب پیدا کنه چه ابزاری شما بهش میدین؟ خیلی ممنون. من فهم کنم خیلی اولا متشکرم از لطفتون. یه نکته دیگه هم بگم که دوستان سوال میکنن، من میدونم که حتما جوابای من کفایت نمیکنه، اگر فرصتی بود بحث میکردیم، من پاسخش اونها رو به نظراتم میشنیدم، حتما بحث غنی‌تر میشد، ولی چون ضیق وقت هست خیلی شرمندم اگر جوابهام به سوالهای شما قانع کننده نیست. ولی در جواب شما باید بگم که من راه حل سریع برای این کار نمیشناسم، به جز این که توصیه میکنم، واقعا میگم توصیه میکنم که من حتی در دانشگاه روز اول به شاگردان میگم، کلاسمون میگم، حالا اینجا که کلاسی وجود نداره، میگم هر چی که شما در مورد این ماجرا میشنوید، من این ترم روابط ایران و آمریکا درس میدم، همش هم تقریبا بر اساس اسناده، میگم شک بکنید، خودتون برید بگردید، ولی وقتی میرید بگردید بدونید که الان در فازی هستیم که 1001 دروغ گفته میشه، در یه فازی هستیم که جمهوری اسلامی یک شبکه نفوذ بسیار زبده‌ای داره که گاه از منظر سلطنت طلبی تاریخی نیست، گاه از منظر چپ به راست حمله میکنه، گاه از منظر مجاهد به همه حمله میکنه، گاه از منظر مصدق به شاه حمله میکنه. یعنی به نظر من در خارج ما کم میگیریم توان این رژیم رو برای شیطنت، شیطنت تاریخی دارم میگم، اینها به گفته خودشون چندین هزار نفر سایبر جهادیست دارن، کار اینها دروغ بافیه، کار اینها رفتن به سایت های چیزه. من تردیدی ندارم که بخش مهمی از کسانی که این عکس کذایی رو دائم پخش میکنن، با اینکه به عنوان سلطنت طلب پخش میکنن، عوامل جمهوری اسلامی هست، اونها نمیخوان مردم به کسی باور کنن، اونها تشتت میخوان، جمهوری اسلامی تشتت میخواد، تشتت فکری، تشتت سیاسی، تشتت عاطفی، فضای ترور، اگر داریوش مرجوری میکشن میخوان همه در ایران، میخوان همه زنانی که در ایران به اینا گفتن شما غلط کردید به ما میگید حق کار نداریم، ما حجاب اونو برمیداریم، شما غلط بکن، هر کاری میخوای بکن، اینا میخوان اون فضا رو بشکنن، در همون حد سعی میکنن فضای فکری و بحث رو بشکنن، امکان بحث اینجوری که الان داریم با هم میکنیم رو انجام ندن. به همین خاطر راه سریعی وجود نداره، همواره بایستی فکر کرد که خب اینو خوندم، حالا ببینم چیز دیگه ای در مقابل این هست، آیا نقدی در مقابل این هست، آیا روایت اسنادی میتونم پیدا بکنم، باید
به ذهن پوینده و شکاک خودتون تأکید بکنید و این رو از ریچارد روتی بپذیرید که حقیقتی که در هر کتابی هست یک حقیقت آرزی است، یعنی انگلیسیش میشه contingent. حقیقت آرزی یعنی دقیقاً حقیقتی که در میان اون ملتقایی که عرض کردم، مثلثی که عرض کردم، در ملتقای مثلث شما عوض میشید، راوی عوض میشه، روایت عوض میشه و اون حقیقت دائم در تغییره. سعدی رو یه نفر میخونه، مینویسه، آدم بسیار خوب دم است. شما اصلا همین سعدی رو میگم، شما برید بخونید ببینید که بعضی از برجسته‌ترین روشنفکرهای تاریخ معاصر ما در مورد سعدی چی گفتن، که این مداح شاه، این فلان فاسد، زن ستیزه، که جنبه های از همه اینها در کاراش هست، ولی وقتی کل کار رو نگاه میکنید میبینید پهنای کار به قول بیهقی چیز دیگری است، از لون دیگری است. بله، سپاسگزارم آقای دکتر. بله، نکته که فرمودین، ما خیلی متاسف هستیم که این امکان نیست که امکان گفتگو و ادامه مطرح کردن نظرات دوستان باشه. امیدوارم در فرصتی بتونیم این امکان رو داشته باشیم که از حضور شما استفاده بکنیم برای اینکه بیشتر جنبه گفتگو با دوستان داشته باشه. آقای دکتر لطفعلیان، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقای دکتر میلانی، فرمودید که در حال مطالعه و کار در روی زندگی نامه رضا شاه هستید و آثار سلطنت خود 16 سال رسما پادشاهی ایران بود، ولی در واقع در اون 4 سال قبلی هم حرف آخر رو رضا شاه میزد. پرسش من اینه که نظر شما درباره پیامد بلند مدت تعطیل مشروطیت به وسیله رضا شاه و بعدش هم خب پسرش، آیا نتیجه نهایی این کارها نبود؟ نتیجه نهایی این کارها انقلاب نبود، منظورتون اون بود؟ چون کلمه چیز شد. بله، درست فهمیدم. بله بله، میخواستم ببینم که خب انقلاب مشروطیت انقلاب اصیلی بود و در اون 15 سالی که خب مشروطیت نوپا بود و مشکلات عمده‌ای داشت، ولی به هر حال 4 انتخاب بسیار درست صورت گرفت و نمایندگان اولیه مجلس با وجود اینکه سطح سوادشون خیلی بالا نبود، به راستی کار نمایندگی رو جدی گرفتن و در مجموع نتیجه خیلی خوبی از کارشون به جا گذاشتن. ولی بعدن که دیگه مجلس در واقع بخشی از دربار شد و رضا شاه نمایندگان رو احضار میکرد و بقیه قضایا رو خودتون با این مطالعات عمیقی که کردید بهتر میدونید. میخواستم رد کنید یک صحبتی در این زمینه بفرمایید. حتما، من فکر کنم سوال بسیار بسیار خوبی است. اولا به نظر من بین سیاست های رضا شاه و محمد رضا شاه یک تفاوت مهم هست در برای درک ریشه های انقلاب 57. من تو اون صحبتی هم که بهش اشاره کردم در جستجوی رضا شاه در تورنتو گفتم که به گمان من انقلاب 79 در واقع علیه رضا شاه بود. آخوندها چیزهایی رو پس خواستن بگیرن که رضا شاه ازشون گرفته بود و بعضی از این چیزها رو محمد رضا شاه به اونها پس داد، برای اینکه فکر میکرد در جنگ سرد هست، فکر میکرد کمونیسم در حال رشد است و فکر میکرد، فقط هم اونا بود، کشورهای غربی هم همین کار اشتباه رو کردن، فکر میکردن که در دعوا با کمونیسم اسلام به طور ویژه همراهشونه. تو دوره محمد رضا شاه
فقط شاه نبود که این اشتباه رو میکرد، فقط سواک نبود که اشتباه رو میکرد و میذاش آخونده هر کاری عملا به غیر از مخالفت مستقیم با شاه بکنن، بقیه کاراشون انجام میدادن، پول جمع میکردن، مدرسه داشتن، حسینیه داشتن، هیئت داشتن. حتی در دوره‌ای که خمینی در تبعید بود، نمایندگانش در ایران آزادانه پول جمع میکردن، براش حق چیزشو میگرفتن، ولی نیروهای چپ چنین امکانی نداشتن. نیروهای چپ و... ولی رضا شاه برعکس، رضا شاه متوجه بود که برای نوسازی ایران باید با آخوند مبارزه بکنه. برای همین هم است که من فکر میکنم الان در ایران وقتی مردم تظاهرات میکنن، مصدق روحت شاد یا محمد رضا شاه روحت شاد کمتر میگن یا نمیگن، میگن رضا شاه روحت شاد، برای اینکه دنبال یک تجددی از نوع تجدد رضا شاهی هستن. ولی اینکه محمد رضا شاه و رضا شاه مشروطیت رو تعطیل کردن، من با این اصل موافق نیستم. بخش های از مشروطیت رو تعطیل کردن، همون بخشی که شما بهش اشاره کردید، بخش سیاست عملیشو، همه سیاستش هم به گمان من حتی چیز نکردن. ببینید اگر مشروطیت رو به عنوان تلاش برای ایجاد یک زندگی اجتماعی آزادانه بگیریم که مثلا اقلیت‌های مذهبی درش آزاد باشن، خب در دوران محمد رضا شاه و رضا شاه هرگز نبوده در تاریخ 500 سال اخیر ایران، هرگز که اقلیت‌های مذهبی به آزادی به این به اندازه این دوران آزاد باشن. که یهودی‌ها اصلا دیوید مناشری کتاب نوشته که دوره پهلوی برای یهودی‌های ایران دوران طلاییشونه، برای بهائی‌های ایران بدون شک تضییقاتی علیه بهایی ها بود، حمله به بهایی ها در 1955 دوران شاه صورت گرفت به تحریک آخونده، به تهدید آخونده، ولی با تایید شاه. ولی با این حال آزادترین دوران بود، تلویزیون مملکت رو میتونستن بهایی ها بیارن، دانشگاه خصوصی رو میتونستن اونا بیارن، یهودی ها میتونستن بزرگترین ساختمون تهران رو بسازن. اینها بخشی از مشروطیته. مشروطیت فقط مجلس نبود، اونو بس و بایستی ازش انتقاد کرد. ولی وقتی دانشگاه باز میکنه، وقتی که سیستم آموزشی رو از قدرت و انحصار آخوند میگیره، وقتی که نظام دادگستری ایجاد میکنه، یکی از مهمترین مدافعین رضا شاه، نه محمد رضا شاه، رضا شاه در ایران مهمترین مورخ مشروطه است. کسروی است که قدر رضا شاه رو میدونه، کسروی است که بعد از رضا شاه یه مقاله در مورد نادر مینویسه، من توصیه میکنم این مقاله رو بخونید، تا به نعل به نعل جمله به جمله داره رضا شاه رو توصیف میکنه، ولی در شرایطی که همه دارن به رضا شاه حمله میکنه. برای اینکه اونها میدونستن، ببینید کسانی که مشروطه خواه بودن و در آغاز رضا شاه رغبت کردن، اسامیش رو نگاه بکنید دیگه، تقریبا همه مشروط خواهان مهم در اون مقطع به این نتیجه رسن که ایران احتیاج به یک کسی، یک قدرت مرکزی داره، یک کسی بیاد این اوضاع رو از بین ببره. مشروطه درسته موفق بود از لحاظ سیاسی، از لحاظ قانونی، از لحاظ وجاهت، ولی دوستان عزیز بین 1900 تا 1921 حداقل 25% جامعه ایران از وبا، گرسنگی، آنفلوانزای اسپانیایی و جنگ می‌میرند. رقم رو به برخی به 40% تخمین می‌زنند. یعنی مشروطه از بابت اینکه بتونه مملکت رو به هم نگه داره، یه مش قطاع طریق، یه مش نوکر انگلیس، یه مش وابسته به شوروی، یه مش وابسته به عقاید خودشون، مملکت رو در اختیار داشتن در اون زمان. رضا شاه به گمان من اون جنبه
پارلمانی و اون جنبه حق مردم در نظارت بر کار رضا شاه رو اون از اونها سلب کرد. ولی چیزهای دیگه ای که زمینه لازم برای مشروطه بود، یعنی سیستم آموزش پرورش، یعنی به رسمیت شناختن حق زنان برای آموزش، حق زنان برای رأی در دوران محمد رضا شاه، همه اینها به گمان من زمینه های لازم برای تجدد رو، برای مشروط خواهی رو ایجاد کرد. برای همین هم است که امروز جامعه ایران بیش از هر زمانی آماده یک حکومت مشروطه در مفهوم قانونی، یک حکومت قانون، یک حکومت دموکراتیک، حکومتی بپذیره یک بهایی و یک یهودی و یک غیر مسلمان و یک سنی در ایران حق مساوی دارن، زن و مرد حق مساوی دارن، کرد و بلوچ و فارس و ترکمن حق مساوی دارن. اون زمینه هایی که اونها ساختن به گمان من باید قدرشون رو شناخت. اون زمینه هایی هم که همونطوری که شما بهش اشاره کردید، تبدیل مجلس به ابزار تایید فرامین اعلیحضرت، حکمت میده رضا شاه میگه که قربان ما دانشگاه نداریم، میگه خب بسازیم، چقدر پول لازم داره؟ میگه مثلا بیا رقمی بهش میگه، میگه برو شروع کن به ساختن. حکمت هم میره شروع میکنه. خب رضا شاه حق قانونی چنین کاری نداره، تو قانون اساسی مجلس با تعیین کنه بودجه رو. بعد مجلس رو میارن میگن اعلیحضرت فرمودن اینقدر مقدار برای مجلس بذارید. دانشگاه تأسیس شده، شیوهش قطعا غیر مشروطه بوده، غیر چیز بوده. خب بعد در بعضی مواقع البته تصمیم قاطع گرفتن و اینا همه مفید هست، ولی در همه موارد سرق نمی کنه. و چون شما مطالعات عمیقی در این زمینه کردید، در مورد دست اندازی رضا شاه به بخش وسیعی از املاک مردم، بعد گزارش هایی که در مورد انتقال بخشی از درآمد نفت به حساب های شخصی خودش، در این مورد چه چیزهایی پیدا کردید جناب دکتر؟ در مورد دست اندازی به اموال شخصی گزارش خیلی زیاد هست، شکی نیست که رضا شاه وقتی رضا خان بود یک افسر در واقع تنگ دست بود، خونهش رو میتونید ببینید، ولی وقتی که از سلطنت رفت ثروتمندترین مرد ایران بود، 2000 روستا داشت و چیزی نزدیک به 40% نقدینگی کل مملکت در حسابهای رضا شاه بود. به همین خاطر شکی نیست که حرص و آز فراوانی داشت، بسیاری از اینها رو دست اندازی کرد، بسیاری از اینها رو کمتر از قیمت خودشون خرید، بعضی رو به قیمت خرید. من هیچ سندی دال بر این که از پولهایی که در نفت بوده، اینو میدونم آقای مجد گفته، دیگرانم چیز کردن، من پیدا نکردم. این که در خارج پول داشته قطعا داشته، من چون ترجیح میدم بر اساس سند صحبت بکنم، قطعا در 1942 تو $1,000,000 از یه حسابی در سوئیس و حسابی در آمریکا شاه منتقل میکنه. قبلا قطعا اون پولایی بودی که رضا شاه داشته و به اون منتقل شده، چون همه اموالشو به مجبورش میکنن، در واقع انگلیس ها مجبورش میکنن، تو اصفهان میفرستن یه نفری رو، یه کسی که وابسته به خودشون هم بوده، معتقد بودن، میگن برو همه رو ازش بگیر، منقول و غیر منقول، نقد و داخل و خارج. ولی همین خانم لمتون گزارش می‌نویسه که بگید تو بی بی سی که رضا شاه در خارج $100,000,000 چیز داره، پول داره. وقتی که رضا شاه میره، فروغی نامه می‌نویسن به دولت انگلیس، شاید وزیر ساده، که ما می‌خوایم این اموال رو چیز کنیم، شما می‌تونید به ما بگین؟ اونا جوابی که میدن اینی که والا ما اینو در عنوان تبلیغات جنگ گفتیم، ما نمی‌دونیم، من میزان ثروت خارجش رو نمی‌دونم. هیچ سندی هم پیدا نکردم که از اون پولی که رضا شاه نمی‌گذاشت پول نفت بیاد در داخل، برای اینکه می‌خواست مثلا خب راهن رو می‌تونست با اون بسازه دیگه، ولی گفت راهن رو می‌خوایم از مالیات بسازیم.
اون پول برای ارتش و اینا استفاده میکرد. به همین خاطر میدونید ارقامی که مثلا آقای مجد در مورد مقدار دزدی های به قول خودش رضا شاه از اون سند میکنه به مراتب بیشتر از کل درآمد نفت ایرانه. تو یه سندی خود دولت انگلیس میگه، میگه این ارقامی که تو روزنامه های اینا می نویسند از کل درآمد ایران در نفت در دوران چیز بیشتره و اینا رو نمیشه بهش اعتماد کرد. ولی در همونطور که به شما بهتر باید بدونید آقای دهلوفریان برزه برزه ببخشید با من اینو باید بدونید فقط خیلی سریع اگه چون ما دوستان دیگری هم هستیم بفهمید خیلی سریع لطفا. بله من فقط این مکتر رو مخواستم بدونم که آقای مجر توقتهاشو مستند میکنه به گزارش های فرستادگان امریکا در همون موقع در ایران. نمیدونم این تا چه حد درسته، فقط در یک کلمه اگر بفرمایید کافی. آقای من چون در جای دیگه هم صحبت کردم میتونم بگم آقای مجد مصداق بارز کسی است که تصمیمشو گرفته و اسناد پیدا میکنه برای اثبات اون نظر. اسناد دیگری که تو اون مجموعه هست و خیلی زیاد هست و اسناد انگلیس که متفاوت با نظر ایشون هستن مد نظرشون نبوده. من واقعا پوزش میخوام که بحث بسیار واقعا من فکر میکنم یک جلسه ما باید به خصوص مسئله رضا شاه پایان نیافتنیه در سیاست امروز ایران و فکر میکنم که واقعا خیلی مناسب خواهد بود جلسه، به خصوص اگر پرسش و پاسخ باشه و گفتگو باشه. من پوزش میخوام آقای دکتر لطفعلیان که صحبت رو قطع کرد. خواهش میکنم، مسئله درست میگید شما در هست. من چون الان عملا فقط 5 دقیقه دیگه داریم، اگر آقای دکتر یه 5 دقیقه دیگه اضافه در خدمتشون باشیم که حداقل 2 تا سوال دیگه هم بتونیم در خدمتشون باشیم. یک سوال رو مطرح بکنم منم در حد بله خواهش میکنم. من مینویسم همه رو یک جا جواب. بله. پس اگر اینجوری من خیلی سریع خواهش میکنم. یک سوالی در قسمت چت هست از آقای علی داوودی و صحبت کردن نظر شما در مورد نظریه دکتر کاتوزیان در مورد ایران یک جامعه کوتاه مدت چیست؟ سوالی هست که آقای داوودی در قسمت چت مطرح کردن. آقای سلطانی و آقای منصور اگر بتونید خیلی سریع لطفاً سوالات خودتون رو مطرح کنین که آقای دکتر میلانی یادداشت بکنن و من هم خودم یک سوال داشتم که حالا سعی میکنم اون رو خیلی خیلی سریع مطرح کنم و اگر فرصت بود، اگر هم فرصتی نبود که حالا در آینده سعی میکنیم اگر بتونیم آقای دکتر دوباره داشته باشیم. آقای سلطانی بفرمایید. چشم. سلام پروفسور. من یه دهه‌شصتی هستم، دوران شاه رو ندیدم، برای من خیلی جالب این صحبت ها. ولی 20 سال ایران زندگی کردم، 20 سال اینجا. 2 سوال برای مطرحه که البته خودم کامپیوتر ساینتیست هستم ولی کتاب های تاریخی رو دوست دارم بخونم، چیزی پیدا نکردم. اگر لطف کنید تو جواباتون یه کتابی معرفی کنید که من این 2 سوال رو دارم بتونم جوابش رو پیدا کنم خوبه. یکی این که یک سوال برای مطرح هست که چرا روشنفکرانی که در زمان دوران 56-57 در دانشگاه ها سخنرانی می کردن، چرا به نظر میاد که به آقای خمینی یه اعتماد عاطفی داشتن و با محمد رضا شاه در حقیقت یک حالت بیمهری داشتن؟ این رو من از لحاظ تاریخی میخوام جوابش رو بدونم، نه از لحاظ لحظه‌ای که حالا عاطفی و اینها بوده. و دوم این که در روز 22 بهمن 57 همون روزی که انقلاب شد، به نظر میاد که ایران در تمام، حالا اون اینو بر اساس یکی از این چیزهایی که در صدا و سیما اومده بود بیرون من دیدم، اینه که به نظر میاد در همون روز خیلی کمیته ها در سرتاسر ایران و مسلح بودن. میخوام ببینم که این آیا بدنه اجتماعی جامعه ایران بودن؟ از کجا اومدن این بدنه اجتماعی؟ و خیلی من این رو در تناقض میبینم با اون روند دموکراتیزه شدن و مدرنیزه شدن ایران بعد از انقلاب مشروطیت. خیلی ممنون. سپاسگزارم آقای سلطانی. من آقای منصور جان شما دستتون رو پایین آوردین، سوال اگر کوتاه سوالتون رو بگین. بله من بیشتر از 30 ثانیه وقت نمیگیرم.
ممنون از لطفتون دکتر رفعت. سپاس از جناب دکتر میلانی برای بیانات و آگاهی‌هایی که دادن. من سوالم در حقیقت به نوعی محمد رضا دکتر آجلی گل پرسیدن، به طور خاص در مورد سفرنامه بود، که به طور خاص در مورد سفرنامه حاج محمد علی سیاح و شاردن می‌خواستم صحبت کنم. سوال داشتم که شما جواب دادید. یه سوالی هم دارم که خیلی روزمان مربوط به این جلسه نیستش، میدونم که دکتر جواب میدن، با ایمیل میفرستم. به اعتبار اینکه سال 88 توی صحبتی که داشتن در بیوهد خیلی کمرشون درد میکرد، احساس ناراحتی میکردم، براشون ایمیل زدم که کاش من جای شما میشستم اونجا، کمر درد شما چیز میشد و شما پاسخ سوالا رو میدید. بلافاصله برگشتم، دکتر میلانی به من جواب دادن تو همون چند دقیقه. به اعتباری میدونم که سوالم رو پرسن جواب خواهیم. مرسی از لطف. سپاسگزارم. من سوجان آقای دکتر، من خودم هم دو تا سوال خیلی خیلی سریع بود، یکیش به جلسه شاید مربوط باشه و اون هم نظر شما در مورد روزانه نویسی آقای رفسنجانی هست و نقشی که در بازگشایی در واقع اون زوایای تاریک سیاست بعد از انقلاب هست نظر شما بود. و بعد یک سوال دیگه که شاید این رو میشه امیدوارم موضوع جلسه دیگری باشه و اون تفاوت در واقع نگاه انسانگرایانه سعدی که ناشی از نگاه اخلاق مدارانه و شاید منشأ گرفته از مذهب هست با مفهوم اندیویدوالیسم که و فردگرایی که در غرب در واقع سرمنشأ مدرنیته شده. آیا این دو تا نگاه و در واقع اومانیسمی که سعدی داشته و اومانیسمی که در واقع سرمنشأ تجدد بوده، آیا اینا در یک مسیر هستن یا با هم تضاد دارن؟ من فکر نمی کنم امروز واقعا جلسه فرصت باشه در اون مورد صحبت کرد، شاید بد نباشه چون احتمالا در جلسه دسامبرمون ما بحثمون مجددا برخواهد گشت به مسئله تجدد در ایران و موانع تجدد. شاید این برگشتن به این بحث انسانگرایی در نگاه سعدیش بتونه یک موضوع جالبی باشه در اون موقع. من نمیدونم، الان فرصتی نیست که در اون مورد صحبت شد. و یک سوال هم در چت مطرح شده و اون هم این هست که با توجه به اینکه وضعیت کنونی ایران مبنای نوع نگاه به دوره پهلویه، اگر برگردیم به سال 57 و بدون در نظر گرفتن تجربه سیاه حکومت فعلی، چرا رژیم شاه بعد از 50 سال به قدری ناکارآمد و منفور بود که به راحتی فرو رفت؟ این سوال رو دوستمون آقای مهدی در قسمت چت نوشتن. آقای دکتر، این سوالات بودن. حالا من نمیدونم ظرف تا 5 دقیقه اگر شما در خدمتتون باشیم یک جمع‌بندی بکنین و اگر نه ان شاءالله فرصت های بعد. متشکرم. نه من چون دوستان لود کردن سوال رو کردم، با اینکه کمرم درد میکنه سوال جواب رو میدم، ولی اینکه واقعا 4 ساعت همینجوری نشستم. در مورد نظریه دکتر کاتوزیان فکر کنم اشاره به جامعه کلنگی هست، تئوری نظریه جامعه کلنگی ایشون است. من به دکتر کاتوزیان طبعا احترام بسیار بسیار زیادی قائلم، ولی کلا فکر میکنم که جامعه ایران در دوران همین پهلوی یک گام بسیار مهمی پیش برد، یعنی یه جوری نگاه دراز مدت تر و نه نگاه کلنگی کردن هر چیزی که در پیش بوده یا به از بین بردن. رضا شاه مثلا مقداری میدونیم در بازسازی تهران مثلا خب خیلی از بناهای تاریخی رو خراب کرد، ولی به نظر من یک نگاه به آینده، نگاه اندیشیده و اندیشنده به آینده جانشین این مفهوم جامعه کلنگی شده. گفتن که چرا روشنفکرا به خمینی اقبال کردن. من در این سوال بسیار به نظر من مهمی است، سوال یکی از کلیدهای انقلاب 79 به نظر من در همین پرسش نهفته. چند دلیل داره. یکی این که آقای خمینی خیلی با درایت نظرات خودش رو که نظرات در مفهوم واقعی به گمان من ارتجایی بود به زبانی بیان میکرد، با دقتی بیان میکرد که نیروهایی که مثلا فکر میکردن ضد امپریالیست هستن، نیروهایی که فکر میکردن ضد سرمایه‌داری هستن، در اون
نوعی همدلی پیدا میکرد، همدل پیدا میکرد. فکر میکردن که وقتی که علیه مثلا آمریکایی داره صحبت میکنه، داره علیه امپریالیسم صحبت میکنه. علیه امپریالیسم صحبت میکرد، ولی اساسش دعواش با آمریکایی ها، بعدن هم متوجه شدیم، این اینکه اینا جامعه متجددن. خمینی آدم ضد تجددی بود و ولی آدم بسیار دقیقی بود، صحبتش رو خیلی دقیق میکرد. و در واقع دیسکورس روشنفکری ایران در 20 سال قبل از انقلاب این فریفتگی رو با یک چیزی به اسم اسلام سیاسی داشت، فریفتگی که روشنفکران دوران رضا شاه نداشتن. من در این مورد یه مقاله نوشتم تو بی بی سی چاپ شد، اسمش از کارنامه روشنفکری ایران، قزوینی و کارنامه روشنفکری ایران. اینها هیچ نوع توهمی، قزوینی، فروغی، ده خدا، شادمان، داور، تیمورتاش، خود رضا شاه، توهمی در مورد اینکه اسلام مسائل ایران رو میتونه حل بکنه نداشتن. اونا فکر میکردن اتفاقا اسلام رو بایستی به عرصه خصوصی برونن، در عرصه اجتماعی مانع. ولی بعد از دهه، بعد از انقلاب، بعد از جنگ یه دیسکورس جدیدی پیدا شد. یه مقداری حزب توده کمک کرد، یه مقداری امثال آل احمد کمک کردن، یه مقداری امثال شریعتی کمک کرد، یه توهم نسبت به چیز پیدا کردن. شگفت انگیزه که مثلا شریعتی خودش رو طرفدار به قول خودش رفرماسیون مذهبی میدونه، تنها کسی که از این قاعده مستثنا میکنه آقای خمینیه. آقای خمینی مهمترین دشمن رفرماسیون مذهبیه. آقای خمینی اولین کتابی که می‌نویسه علیه سنگلجی و حکمی زاده و کسروی است، که هر سه اونا میگفتن تشیع اگر رفرم نکنه از بین خواهد رفت. ولی روشنفکران چپ، روشنفکران مذهبی، روشنفکرانی مثل آل احمد که این التقاطی بین اینها بود، همه یه توهمی داشتن. خانم ماندانا زندیان یه کتاب بسیار جالبی نوشته در مورد شبهای کته، دقیقا همین حرف شما رو با تفصیل بیشتر میزنه، که شما این سخنرانی رو میخونید حضرت علی و امام حسین چگوارا هستن و مارکس هستن و مارکسیست هستن. یه توهمی است که ممکن نیست امثال قزویلی و اینا داشته باشن. ما در کنفدراسیون بودیم، من در اون زمان من خجالت میکشم بعضی از اعلامیه‌هایی که کنفدراسیون در مورد خمینی مینویسه الان میخونم، میگم چطور میشد یک سازمان دانشجویی در مورد یک کسی که با حق رأی زنان مخالف بوده، با انتخابات، با اصلاحات ارضی مخالف بوده، به یک چنین زبانی صحبت میکنه. همه روشنفکرای ایران این توهمو نداشتن. در اون زمان خلیل ملکی از جمله کسانی بود که به مصدق نامه می‌نویسه، میگه به این طرفدارانتون بگین همین جبهه ملی که مخالفت میکردن با علی امینی، مخالفت میکردن با اصلاحات ارضی، مدافعت میکردن از خمینی، میگه که تو این دعوا که معلومه شاه حقشه، چرا ما دنبال خمینی داریم میریم که تجسم ارتجاعه؟ یعنی بودن روشنفکرانی. نکته دیگه اینه که دوباره این روایت جا افتاده که روشنفکرها به شاه پشت کردن و دلیل انقلاب همین بود. نه، روشنفکرها به شاه پشت نکردن. شمار بسیار درخشانی از روشنفکرهای اون زمان ایران اتفاقا حامیان رژیم شاه بودن. این رژیم شاه بود، این برخی از سلطنت طلبای امروزه، اینها رو به عنوان روشنفکر قبول نداشتن. مگه فریدون هویدا، مگه امیر عباس هویدا، مگه نصف کابینه هویدا، اینها جز روشنفکرای درجه یکی که مملکت نبودن؟ اونا دفاع کردن، اونا جنس خمینی رو میشناختن. مگه مصطفی رحیمی طرفدار رژیم شاه نبود؟ ولی کاملا میفهمید که این پدیده چیه. در مورد اینم که مسلح چجوری شدن، واضحه که مسلح شدن و اتفاقا دوران مسلح شدن گروه ها و فرقه ها و قبائل و خود تا آن طریق رو رضا شاه تموم کرد. ولی از 1963-62
در واقع از 1945 نیروهای اسلامی شروع کردن مسلح شدن، فدایان اسلام شروع کردن مسلح شدن. نواب صفوی کسروی رو تو دادگستری مملکت کشت، دادگستری که دستور دولت شاه کسروی رو آورده بود تو دادگستری، و اینکه جرأت کرده بود از شیعه و از آخوند انتقاد بکنه. و اینها از 62 شروع کردن تشکیلات درست کردن، شروع کردن تشکیلات گسترده درست کردن، از تشکیلات تروریستی بگیرید نواب صفوی تا حوزه علمیه و مدرسه علوی و نمیدونم مدرسه فاطمی و فلان. ببینید تعداد کسانی که تروریسم اسلامی کشته در دوران شاه اصلا قابل قیاس با هیچ گروه دیگه نیست. دو بار به شاه توطئه شد برای ترورش، هر دو بار مسلمان ها کردن. دو تا نخست وزیر رو کشتن، مسلمان ها کشتن، مسلمان های دیگران رو سعی کردن بکشن نتونستن، مثلا مثل علا مسلمان ها کردن. تقریبا در هر مورد کاسه کوزه رو سر چپ شکوندن. نیکا رو یه دفعه مسئول کردن، یه دفعه دیگه یه کسی دیگر رو چیز کردن، برای اینکه در اون زمان نه روشن فکرا نه ساواک نه سیاه متوجه نبود که اینا دارن یک تشکیلات عظیمی میدن. و با اون تشکیلات بود وقتی که رژیم شاه سقوط کرد. دوباره کتاب میتونید ببینید سقوط رژیم شاه بدون شک با همکاری دولت آمریکا بوده. توطئه برای براندازیش نکردن، ولی وقتی که دیدن داره سقوط میکنه قطعا کمک کردن که ارتش رو تحویل آخوندا بدن. و همه اینجا چیز بودن. خاطرات یادداشتای رفسنجانی هم به گمان من یکی از سندهای مهم این دورانه، ولی من تو قسمت منتظری تو سی چهره خاطرات منتظری رو مقایسه کردم با یادداشت روزانه. منتظری برای تاریخ می نوشت، رفسنجانی برای اعاده حیثیت از خودش می نوشت، و به ترس از اینکه اسنادش دست آخوندا بیفته یا دست سپاه بیفته خیلی با احتیاط می نویسه، خیلی جاهایی با ابهام می نویسه. اون منتظری است که شرافت تاریخی رو برای صحبت با تاریخ داشت و حرفاش اونجوری که باید زد. خیلی متشکرم، من باید رفع زحمت بکنم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر. بسیار بسیار استفاده کردیم، چیزی نزدیک به 2 ساعت و ربع در خدمتتون بودیم. من از طرف خودم و بنیاد دماوند از شما سپاسگزارم و همینطور از بقیه دوستان که وقتشون رو گذاشتن. من صحبتی ندارم. آقای دکتر جلیگل شما صحبت پایانی اگه دارین ما